ایوم انقلاب شما ملت ایران را شنید الله و راجعون حالا چهار تا خط و خاشاک یادم بعد از ظهری بود آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات بود به من زن شخصا زنگ زد و آقای در این تهران بعد از ظهر خبری گرفتیم که منزل آقای داریوش فوهر ریختن یه دی از این کرد مردا من همین الانم هم معتقدم که اون حرکت قتلای زنجیری و مسائل خلاف سردرگمی بود و پیچیده بود که حتما پشتش در واقع سرویس خارجیه اون فتواش مهمه تقریبا اشاره به رهبری کرد. بخش مستقیم که نا. مستقیم که نیست چرا شاید در یک جمله من بخوام خلاصه کنم این است که هر چه آن کند شیرین بود بخش فرهنگی با حضور معاون معروف وزارت اطلاعات کلا سرکوب شده بود در بخش باز فرهنگی اون که مطرح شد اتوبوسی بود که روشنفکرها رو سوارش کنن ببرن روی قردبیل از اون دره به پایین این هاش در اون دهه چیده شده در دولت آقای موسوی چیده شده یعنی به هر حال رادیکالیسم سیاسی اقتصادی و فرهنگی بنیان گذارش تو این کشور جریانی بوده که امروز ما به اسم اصلاح طلب میشناسیم حالا اون موقع دابوت خیلی نمیدونم اهمیت نمیدن نمیدونم چرا آقای آیت الله خامنه‌ای رو اصلا وسط نمیارن شمت رئیس جمهور که رئیس قانون اساسی رئیس جمهور چیزی دستش نبوده این یک کم بیرو دروسی تر بخوام صحبت کنی دهه 60 دهه امامه قطعا از دوران امام مسخایی نمی کنیم هنوزم داریم میگیم که دوران امام رو ما قبول داریم ما فرزندان اون دوره خیلی هم فوششو میخوریم. خوریم میگه ما باید شلوار پوزیسیونی و کت اپوزیسیونی اپوزیسیونی بپوشیم یعنی یه پامون باید این ور باشه یه پامون این غربی به خصوص آمریکایی یا خیلی دوستان اصولگره اینجا سر کار باشن اگر اینجوریه که خواهی چه چجوریه که موقعی که انتخابات میخواد برگزار بشه تمام رسانه های در واقع آمریکا و انگلیس و این همین از لیست شما نماید میکنن پس معلومه دوست دارن شما روی کار باشید نه اینکه که اصولگره روی کار باشن اما یک بار آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای، آیت‌الله خامنه‌ای رو نه از کوه توسعه سیاسی موشزایی. شما آقای اکبر گنجی به تعبیر آقای هجاریان ازش به عنوان پهلوان اکبر اصلاحات یاد میکرد بس فتح سنگر به سنگر خاکریز های نظام رو کی مطرح کرد؟ های سعید هجاریان مطرح کرد کلن رو من فتنه احمدی نجات من نه فتنه در واقع تریان شما میدونم جسارتا نمیتونم درخواست میکنم اسم آقای غالی بافه اینا رو حذف کنید چون واقعا نیست از خودش دفاع کنه. وزیر اطلاعات وقت اون موقع گوه اگه بیاد امنیت ملی ما آسیب میبینه به آقای خاتمی اراده اصلی که دارن مگه شما همه چا میخونید اراده اصلیش که آقای خاتمی یزدی بود قرص وای نست داد ای قرص وای داد این مشکلات پیش نمی اومد نه حرفا خب بله آقای هاش خاتمی قرص وای نست داد من گاهی هم مقایسه کردم میگم که مثلا خب البته مثلا مهندس موسوی تو 88 وایسا معلوم نیستش که اثرش بیشتر از آقای خاتمی بود که مماشات کرد ایشون میگه که آقای احمدی نژاد در شأن ملت ایران نبود بالاخره آقای احمدی نژاد چه بخوام که نخوام نزدیکترین دولت به نظر میاد دولت بل... نزدیکترین دولت به رهبری بود نه به به رهبری منم متادم اه... رهبری رو بحث رهبری رهبری همونطوری که ایشون گفتن من عرض کردم رهبری شاید براتون جالب باشه که بدونید ما جز معدود کشورهای در دنیا هستیم که تعداد زیادی از رؤسای جمهور سابقمون یا حتی رؤسای مجلس سابقمون جزء مسئولین سیاسی کشور هست. به نام خدای عادل عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز مشتاقان و مخاطبان حرف نو, امیدوارم هر جای ایران عزیزمون یا خارج از ایران عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه من محمد صادق فرامرزی و اینجا استدیو ضبط حرف نو هست خیلی خیلی خوشحالیم که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید شاید براتون جالب باشه که بدونید ما جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که تعداد زیادی از رؤسای جمهور سابقمون یا حتی رؤسای مجلس سابقمون جزء مطرودین سیاسی کشور هستند اما از اون عجیبتر و از اون جالبتر قضاوت مردم در خصوص این شخصیت هاست شخصیت هایی که در پایان دوره مسئولیتشون معمولا با موجی از انتقاد و البته انزجار روبرو بودن اما پس از مدتی با افزایش مقبولیت دوباره به سطح سیاسی کشور بازگشتند. برخی از کارشناسان معتقدند دلیل این تغییر قضاوت حافظه سیاسی ضعیف مردم ماست که معمولا یادشون نمیمونه که در گذشته چه اتفاقهایی افتاده در مقابل کارشناسان دیگه معتقدند که این تغییر قضاوت به دلیل اه، اه، کنار رفتن پرده معاصرت و افزایش آگاهی های سیاسی مردم هست اما با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی دولت های مختلف با گرایش های مختلفی سر کار اومدن اما اینکه کدام دولت به آرمان های انقلاب بیشتر وفادار بوده یا اینکه کدام دولت بیشتر به مردم خدمت کرده بین کارشناسان برای پاسخ به این سوال واحد اختلاف نظر جدی وجود داره با توجه به اهمیت این موضوع و این سوال موضوع این جلسه رو به این بحث اختصاص دادیم و به همین مناسبت دعوت کردیم از دو تن از اساتید بسیار معرف در حوزه مسائل سیاسی تا در این ارتباط با هم به گفتگو و مداقه بپردازیم جناب آقای سید محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت آقای خاتمی و جناب آقای سید نظام الدین موسوی نماینده محترم فعلی مردم تهران در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس امروز مهمان ما هستند ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو استاد بزرگوار خواهش میکنم اگر در ابتدا سلام علیکی با دوستان بیننده و شنونده دارن بفرمایند تا بنده انشاءالله مناظره رو آغاز بکنم بزنگو. 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 من عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز با نام خدا و یاد خدا و با... اتکال به ذات خداوند و سلام به مردم بحث رو شروع میکنیم امیدواریم که این بحث بتونه توی شرایطی که هستیم کمک بکنه به فضای فرهنگی و سیاسی کشور بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض میکنم اولا خدمت مخاطبان برنامه خوب شما و مخاطبان رسانه فرهیخته و مؤثر حرف نو و همچنین عرض سلام دارم خدمت حاجه های عزیز و جنابالی ها صادق عزیز و امیدوارم انشاءالله این گفتگوها و سایر گفتگوهایی که توسط رسانه های مختلف و شما ترتیب داده میشه به آگاهی و بصیرت مردم انشاءالله کمک بکنه و افزایش بده سطح آگاهی ها رو و همطوری که شما اشاره کردید این حافظه های تاریخی رو در واقع یک جوری که معمولا تعبیر به اینه که کم حافظه تاریخی که البته اینجوری هم نیست به نظرم مردم آگاهند این یک غلط متداولیه ولی به هر حال میتونه نروشیم. کمک بکنه به مخصوصا برای نسل جوانتر که اه. توی شرایط سالهای قبل نبودن و معمولا دو دو. اطلاعاتشون رو از ممکنه کتاب ها و رسانه ها اینها بگیرن ان که حاصل خیلی ممنون جناب موسی ما معمولا روال برنامه‌مون اینطور هستش که معمولا با منتقد وضع موجود معمولا آغاز می‌کنیم البته خب در واقع چون موضوع یه جوری هستش که خب بالاخره هم آقای افتایی میتونن منتقد باشن هم مدافع ولی خب به حال با ایشون آغاز میکنیم ولی با شما ان شاء الله الحمدلله همه منتقدن از سیادت و خلاصه قرآن بودن و بزرگتری از ما بودن بله ایشون ارجح علامت سیادت هم منتقدیم باشه ایرادی نداره شروع کنید من در ارتباط با همین موضوع طرح اولیه‌ای که شما گفتید به ذهنم رسید که من خیلی این رو بارها پیشنهاد هم دادم که همین تاریخ 45 ساله بعد انقلاب اتفاقات خیلی عجیبی توش افتاده یعنی یه بخش های زیادیش تجربه خطا بوده یه بخش هایش مشکلات و بحران ثابت بوده یه بخش هایش دیدگاه های متنوعی بوده که تو حاکمیت آمده چه تو اقتصاد چه تو سیاست و ای کاش به جای این رسانه های حالا اسمش بگیم زیرزمینی که داره این اتفاقات انجام میفته واقعا رسانه عمومی و ملی کشور حالا نام رسانه رسمی هستند من در خدا آره زیرزمینی نیست ولی با چون ما زیرزمین هستیم <تصفيق> <تصفيق> همین جغرافیایی همین نکته رو میخوام بگم <applause> که این رسانه ها توی دنیای فعلی که عصر معاصرت ارتباطات هستش واقعا این رسانه ها خیلی رسانه های فعالی شده و این خوبه ولی اون که اون همه امکانات کشور برای رسانه ملی صرف میشه و رسانه ملی واقعا مخاطب اندکی داره با اون همه امکانات ملی چون من باورم بر اینه که رسانه وقتی که مخاطب داشته باشه رسانه است رسانه رو برای مثلا مثل نماز شب نباید بهش نگاه کرد که اون توی خلوت یه جایی بخونه باید هرچی که بتونه بیشتر مخاطب داشته باشه و تأثیر گذار باشه اون رسانه رسانه معنای رسانه پیدا میکنه و من خیلی با جرأت میتونم تقریبا این رو بگم که همه میدونن احتمالا خود رسانه خود رادیو تلویزیون ها میدونن که رسانه ملی دیگه مخاطب اول رو نداره و بعد وقتی که این پیوند بین جامعه و اون رسانه اصلی قطع میشه اعتماد جامعه هم دوچار مشکل میشه یعنی کسی نیز اعتماد سازی بکنه و به همین دلیل مهره های یکی یکی مهره های اجتماعی از همدیگه گسسته میشه و وضعیت بد فعلی به وجود میاد حالا از این بگذریم اگر میشه در مورد هم موضوع در آغاز بکنیم حالا من چون موضع سریع شما رو نمیدونم در واقع چی هست حدسم اینه که از دولت آقای خاتمی احتمالا دفاع خواهید کرد و این دولت رو در واقع احتمالا بهترین دولت بعد از انقلاب میدونید احتمال میدم ولی خب ممنون میشم تحلیلتون رو در خصوص دولت دیگه هم بفرمایید که بدونیم بالاخره کدام دولت به آرمان‌های های انقلاب وفادارتر بوده و کدام دولت بیشتر به مردم تونسته خدمت ببینید یکی از مشکلات اساسی تو این بحث که احتمالاً آقای موسوی هم درگیرش خواهند شد اینه که آرمانهای انقلاب تعاریف متفاوتی در طول این 45 سال پیدا کرده یعنی من یک من شاید آیه موسوی از نسلی هستیم که انقلاب کردیم و امروز خیلی متاثریم که مثلا جلومون بچه هامون نبه در جامعه میگیرن میگن چرا انقلاب کردیم خب ما خیلی قاطع دفاع میکنیم از اون کاری که کردیم به خاطر اینکه اون انقلابی که ما کردیم اهداف خیلی قابل توجهی داشت یعنی آرمانهای انقلاب رو نباید هی تغییر داد آرمانهای انقلاب همون آرمانهای اصیل انقلاب و اصلی انقلابه یعنی ما وقتی میگیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی این خلاصه یک انقلاب بود که اون انقلاب توش همه بودند این نبود که یک مجموعه مثلا احساساتی بشن بریزن توی شما الان در دوران در سال 57 56 از یه دونه نویسنده شاعر روشنفکر دوستان داستان نویس چهره های منتقدی که معمولا توی همه دوران ها منتقدن شما یه دو خط ندارید که علیه اون آرمان و فضای عمومی که در ابتدای انقلاب به وجود آمده بود چیزی نوشته باشن چون یک امر مشترکی بود استقلال یه امر مشترکی بود عبور قشون آمریکایی توی خیابون و مستشار آمریکایی رنج میداد مردم رو بعد آزادی عمده ترین حرفی بود که ارائه میشد و اون آزادی هم به واقعا آزادی خیلی متفاوتی بود از اون آزادی که امروز تعریف میشه ازش و جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی هم امام فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد یعنی این جمهوری اسلامی یک کلمه است یک کلمه است یعنی اینکه اسلامش <applause> اسلامیه که توش جمهوری خوابیده اسلامی نیست که توش خلافت اسلامی خوابیده باشه اسلامیه که توش رأی مردم خوابیده اسلامی است که توش نگاه مردم تعیین کننده است این دوتار کلمه با هم وقتی بگیم یک کلمه است خب خیلی از مفاهیم حل میشه من توی ابتدای بحث میخوام عرض کنم که اگر میگیم که کدومی که از اینها با آرمانهای انقلاب وفادارتره برای این نسل جدیدی که شاید از آرمانهای اولیه انقلاب کمتر اطلاع داشته باشند لازمه که بدونیم وقتی ما میگیم آرمانهای انقلاب یعنی چی خیلی متفاوته با اون چیزهایی که امروزها به عنوان آرمانهای انقلاب ازش یاد میکنن و خیلی از این موارد نه تنها آرمانهای انقلاب نبوده زد آرمانهای های انقلابه. ولی خب الان دارن اونها رو مطرح میکنن من گفتم که در این مقدمه اولیه شروع بس بگم ما وقتی که میگیم آرمان های انقلاب یعنی همه چیزهایی که انقلاب رو با اون آغاز کردیم که مردم نقشه اول داشتن و ببخشید بگم من... در مورد استقلال آزادی و همون نقش مردم رو میفرمایید آرمان های اصیل انقلاب به آزادی به معنی گستردش نه آزادی به معنی هزار تا قفل و بند زده شده ای که الان ازش یاد میشه و در عمل اتفاق میفته اینا یا مثلا وقتی میگیم جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی نمادش در انتخابات در رأی مردمه در حضور مردمه خب وقتی که این نماد دوچار خدشه میشه و اینقدر عوامل مانع دورورش ریخته میشه که فقط باید اون جمع محدودی انتخاب بشن و مردم خیلی نقشی در انتخاب اون کسی که میخوان نداشته باشه خب اینا هیچ کدوم اون آرمان های انقلاب نیست آرمان هایی که ما برای اون انقلاب کردیم ما اگر میخوایم دفاع کنیم میخوایم دفاع کنیم از آرمان های اولیه انقلاب میخواید حالا تو این قسمت شگر خب باشه اگر میخواد یه رفت و برگشت داشته باشیم نمیدونم اگر میخواد در هم صحبت بکنن که حالا یا میخواد طولانی شد خب باش میخوایم یه ورودی پیدا بکنیم با من برای همین گفتم من زمان رو گلوی تازه بکنم بسم الله الرحمن الرحیم من فکر می کنم البته ما هدف شروع کردیم بسم الله نگفتیم اه اه دیگر. نداره دیگه شما... شما ما به جای شما میگیم فرق شما ما همین باشه خوبه نه ان شاء الله که به هر حال هممون ان شاء الله مقیدیم به این آداب موضوع به نظر من این بحث آرمان های انقلاب خودش یه داستان جداییه که شاید مناظره طولانی تری و زمان طولانی تری به طلب حالا آقای آجای ابتایی خب شیفت به قول این دادن به سمت آرمان های انقلاب و اینکه انقلاب های آرمان های انقلاب چی هستند بحث مستوفاییه به نظرم لازم هم هست ما اولا ریشه های انقلاب رو بشناسیم آرمان ها و اهداف انقلاب رو بشناسیم بدونیم انقلاب اسلامی برای چی شکل گرفت بازخانی این آرمان ها و اهداف همونطوری که آی هم اشاره کردن مخصوصا برای نسل جدید خیلی مهمه من توی فضای مجازی نگاه میکنم حالا نه همه جوون ها و نسل جدید خیلی از نسل جدید جوون ها و به قول معروف ده هشتادی ها و ده هفتادی ها و ده نودی ها اونهایی که مطالعه داشتن شاید مطالعه بیشتری داشتن واقفن به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی اما برای خیلی هم مخصوصا به واسطه اینکه تغییرات نسلی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی رخ داده حتی اون چیزهایی که ما تحت عنوان آرمان و اهداف ازش یاد میکنیم اینها برای این نسل ممکنه قابل حزم نباشه یعنی خودشون رو به قول معروف توی اون عصر قرار نتونن بدن و بر اساس مسائل موجود و فضای موجود بخوان اون موقع رو قضاوت بکنن و لذا به نظرم خیلی جای کار داره بون تا من میخوام عرض بکنم بالاخره هر انقلابی مخصوصا انقلابی مثل انقلاب اسلامی خب یه رهبری داره رهبر انقلاب اسلامی و اون کسی که در واقع سخنگو و تئوری پرداز و نظریه پرداز انقلاب اسلامی بود حضرت امام امام خمینی رحمت الله علیه که زمانی که ایشون در واقع نهزت رو آغاز کرد از سال چهل و یک به بعد چهل و دو تا سال پنج روز به روز بر مرجعیت سیاسی ایشون افزوده شد یعنی تقریبا همه جریان های سیاسی رهبری امام رو پذیرفته بودن امام در عرض خودش حالا در یه مقاطعی تلاش شد که چه در حوزه در واقع چهره های دینی و چهره های سیاسی ادهی بخوان در عرض امام افرادی رو به عنوان رهبران انقلابی یا شریک در رهبری معرفی بکنن اما جا نیفتاد و دیگه در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا همه گروه ها از چپ به قول معروف مارکسیستی بگیر تا التقاطی ها تا مذهبیون تا ملی ها رهبری امام رو پذیرفته بودن ممکن بود که به لحاظ اعتقادی و نگاه دینی با امام یعنی مرجع دینوشون امام نباشه اما پذیرفته بودن که این حرکت این تحول این قیامی که به راه افتاده این رهبرش و مرجعش و سخنگوش امام خمینیه او بود که در واقع ملاک و معیار این انقلاب بود تا پیروزی انقلاب و حتی تا سالها بعد از پیروزی انقلاب همونطوری که آقای ابتهی هم اشاره کردن تیف های مختلف آدم های مختلف امام رو مرجع سیاسی خودش رو میدونستن من یه جایی میخوندم توی همین مطالعاتی که داشتم شما نامه فرض کن مسعود رجوی که این در ماهای پایانی نزدیک به پیروزی انقلاب از زندان آزاد شده اون نامه ای که به خطاب به امام می نویسه ایشون رو با اینکه شما رهبر کبیر این انقلاب هستید و ما رو به عنوان قطره ای از این دریای دیکران بپذیرید حزب توده که بالاخره یک حزب چپ بود تا سالها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خودش رو یک حزب خط امامی میدونست یعنی میگفت ما باید دیگران رو میگفت شما لیبرالید ما باید نگاه کنیم به خط امامی یعنی این چارچوب و میار پذیرفته شده بود ولی لذا من به ذهنم میرسه که اگر ما بخواهیم ملاک و چارچوبی رو برای اون چه که ریشه های انقلاب و اهداف بنیادین و آرمان های اصیل انقلاب به نظر من حتما باید ما نگاه امام رو درک بکنیم و البته من معتقدم که بالاخره بعد از رحلت حضرت امام مقام معظم رهبری که طبق قانون در واقع به یک نوعی جانشین امام در واقع هستند و اون نوع نگاه امام رو ادامه میدن طبیعتاً میتونن مفسر خوبی برای آرمان های انقلاب اهداف انقلاب و پیش برد اون ریشه های و من اینجوری از م... یعنی که متوجه میشم یعنی میفرمایی که همین استقلال آزادی و مردم سالاری که آقای ابتایی میفرمایی منتها شما یه قید تفسیر امام یا تفسیر رهبری هم بشه بله، اضافه استقلال آزادی, ازادی جمهوری یه... اسلامی این در واقع این یه کلیاتی, کلیاتی است، اما تفسیر شعاره. امام بوده. اون تا امام تفسیر کرده این رو درست. ابعاد مختلف این رو در واقع به یک نوعی تفسیر کردن در گفتار ایشون و بعد از ایشون هم به نظرم حضرت آیت الله خامنه ای ابع... یعنی هر سال شما اگر در سالگرد ارتحال حضرت امام 14 خورداد معمولا ایشون یک بیان مف... مبسوطی راجب دیده های امام, امام دارند که به نظر من اینا درست. هم ارزشمند و حتما باید برای اون برداشت از آرمان های انقلاب محل توجه قرار بگیره وقت به نظر من ما برای ورود بحث دولت ها هم میتوانیم از این, از این شاخص شما درست. دولت ها رو از زوایای مختلف میتونید یه زاویه مثلا اقتصادی یه موقع سیاسی موقع آه. فرهنگی ولی اگر بخوایم با چارچوب آرمان های انقلاب بسنجیم حتما باید به نظر من اون نگاه از امام, امام و تفسیر امام رو در نظر بگیریم خیلی ممنونم جان مصری متشکرم ما هستیم خدمت شما توی بحث آرمان ها که در واقع همون صحبتایی که شما فرمایید درست مطابق تفسیر امام اینه که تفسیر رو قبول نکنیم اونجا یه با یه بحث مستوفایی رو میشیم حالا اون بحث آرمانها رو اگر موافق باشید در این بالاخره امام که تنها نبود امام وقتی امام شد که پیوند خورد با مردم و با توده های جامعه و اونها پذیرفتند و بعد با همدیگه این انقلاب وجود آوردن اما بعد از انقلاب مشکلات و بحران زیادی کشور پیدا کرد بحران داخلی مثل بحث نمیدونم تجزیه بحث داخ... کشتارهای داخلی و بعد از همه مهمتر جنگ جنگ هشت ساله که شروع شد و ادامه پیدا کرد و اینها یه جمله امام دارن بعد از جنگ که من فقط اون جمله رو توجه موسوی و دوستان و مخاطبان رو بهش جلب میکنن و اون که امام میفهمن که ما دلیل بحران های جنگ و مشکلات من تقلب مضمون میکنم مشکلات جنگ و اینها ما در موارد زیادی از قانون تخطی کردیم از قانون دور شدیم و من بنا دارم که بعد از جنگ همه امور را به روال قانونی برگردونم خب این که خود امام فرمانی دوری بوده که قانون عملیاتی نمی شده اونم قانون بزرگ قانون مهمی مثل قانون اساسی عمدتا هم در مباحث جنگ وقتی میاره بحران میون میار بیار برای کشور میاره عمدتا در مباحث اجتماعی دیگه اون بحران برو برو بروز میکنه ولی خب اگر ما تفسیر از فرمایشات امام رو بخوایم معناش رو بگیریم به همون چیزایی که خود امام میفرمایند که تخطی شده من خیلی موافق نیستم معتقدم که خود امام از یک, بو... از یک مرحله ای میفرماین باید برگردیم به قانون چون بحران جنگ داشتیم ما وقتی که مثلا یه جنگی داریم که چندین استان ما درگیرشه و داره سرزمین ما میره خیلی متفاوته با شرایط عادی و ما اون شرایط بحرانی رو خیلی قائل نیستم که باید توی الان اگر ما میگیم تفسیر امام اونها رو هم به عنوان تفسیر امام بدونیم و جامعه رو ما محکوم کنیم, محکوم کنیم بهاینکه باید حتما تفسیر. تفسیر این چنینی از امام یعنی داشته. که یه یه مرحله خاصی بوده بعضی خاص جنگ بوده حالا حالا جماعت اگر که موافق باشید اون بحث دولت ها رو هم بفرمایید که با این تفسیری که شما دارید حالا که استقلال آزادی مردم سالاری با این تفسیر کدام دولت ها ببینید من طبیعتا به صورت جد دفاع می از دوران دولت اصلاحات علت اینه که من همین مسیری که اتفاقا از اول بحث تا اینجا آمدیم مسیر قابل توجهیه که به خاطر جنگ به خاطر بحران ها به خاطر بازسازی بعد جنگ و به خاطر این اتفاقاتی که در مراحل بازسازی در همه دنیا اتفاق میفته تو مسائل اقتصادی اتفاق میفته نگاه عمده شاید دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای اینکه ما توسعه اقتصادی محور باید قرار بگیره و طبعا برای محور قرار گرفتن توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی باید مهار بشه و خود به خود از توش مثلا یک بخش امنیتی سنگینی در بیاد که خب نمونه خیلی معروف بود و مشهور بود و بخش فرهنگی با حضور معاون معروف وزارت اطلاعات کلا سرکوب شده بود در بخش باز فرهنگی اون که که مطرح شد اتوبوسی بود که روشن سوارش کنن ببرن روی اردویل از دره به پایین اینا همش توی چارچوب اولویت سیاست اقتصادی بر سیاست های جامع بود اصلاحات که آمد من الان برای اینکه باز خیلی وقت زیاد حرف نزده باشم وقت خدمت آجرهای موسیقی بودم اصلاحات که آمد من کلیات بگم اصلاحات شاید چهار اولیه ما هم نبود اصلاحات یعنی من چند اول توی دنیا داره عملا اصلاحات شد به این معنا که ما یه مجموعه من اصلاحات اینجوری معنا میکنم ما یه مجموعه درون این نظامی و در درون این نظام نگران رفتار این نظامی و این نظام خطاهایی داره نظام خطاهایی داره که اون خطاها باید اصلاح بشه این خیلی متفاوت با براندازه کسی که براندازی میخواد بکنه کاری نداره که آیا خطاها اصلاح میشه یا نمیشه اون میگه که من این سیستم حاکمیت رو نمیخوام من میگم ممکنه نتوانیم هم اصلاح کنیم اما ما شعارمون اصلاحاته نمیتونیم هر روز شعارمون رو عوض کنیم اصلاحات این بود که آمدیم بر اون نظریه تحمیل شده بر مردم یک دیدگاه دیگه ارائه کردیم و حالا سنای شما سن شما احتمالا نخوره به و دوستانی که جستن به اون ایام که خب حاکمیت تصمیم گرفت یک نفر رئیس جمهور باشه و اونجا در حقیقت اولین باری بود که مردم یک رأی دوباره از خودشون یک حضور دوباره از خودشون نشون دادن که برخلاف تصمیم حاکمیت. باشه و مثلا کسی به صندوق به ریاست جمهوری رسید که اون کس انتخاب قبلی و قدیم و تاریخی که چون اگه را... رو جمهوری قبلی اینجوری بودن دیگه مثلا مرحوم رفسنجانی دو سه نفر می اومدن کاندیدا میشدن که شاید بعضی هاشون میگفتن ما هم با آقای هاشمی رای میدیم خود آیت ای وقتی کاندید شدن مثلا آقای اسکر رادی قفوری فرد اینها کاندیدای بودن که معلوم بود که نمیخوان رقابت بکنن فقط در یک انتخابات دور دوم آقای هاشمی رفسنجانی بود فکر کنم که آقای احمد توکلی جدی وارد شد مثلا در یه استان اونم کردستان رأی بیشتری آورد از آقای هاشمی ولی بالاخره رأی گیری جدی نبود و اینجا چون این... معمولا تو دوره دومشون این اتفاق افتاد نه دوره دور اولام بود در مورد آیت الله خامنه‌ای خاتمی دوره دومش همچین خیلی رقابت دوره دوم آقای خاتمی نه تا کاندید داشت نه تعدد که خیلی نه تا رقیب جدی داشتیش آقا همشون هم مدعی بودن دو تاش وزیرای خودش بودن <تص> آقای جا... جاسبی بود اگر شما جاسپی آقای جاسپی بود, بود آقای جدی شما دل جاسبی دل جدی شما ب... نگیرید ولی مثلا آقای <تصفح> رضایی بود آقای ببخشید آقای شمخانی بود آقای همین هاشمی تبا بود آقای فلاحیان بود همه به خودشون به آقای خاتمی اعتماد رای دادن نه 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 آقای مثلا فلاحیان بود اونجوری که من یادم حالا درست یادم نیست یا آره شهری بود نه آقای دوم خرداد آقای خرداد بود ولی دور دوم باز خیلی رقابت جدی نه آقای شهری اونقدر نبود دور دوم ری نبود دور دوم اتفاقا تنها ای که خیلی تلاش شد من تو خاطراتم دارم که آقای خاتمی حتما رأی کمتری بیاره دو دوم بود برای همین هم شاید اولین،, اولین و آخرین انتخاباتی بود که از رقم تعداد کاندیداها از سه چهار نفری که معمولا همیشه هستن تبدیل شد به یازده نفر رقیب در اون انتخابات که هر کدوم یه قدری هم از این رأی‌ها رو بگیرن آقای خاتمی رأیش بیاد به مرحله پایینتر حالا من به اون تاریخ اونجاش کار ندارم اما اصلاحات وارد شد با یک نماد جدیدی از روح تازه به مردم یعنی و من این رو خیلی برای انقلاب مفید میدونستم یعنی در حقیقت خیمه انقلاب که در دوران آقای هاشمی رفسنجانی کم رنگ شده بود به خاطر مسائل یه چیز شده بود کم حجم شده بود این خیمه گسترده شد و همه اینا آمدن زیر خیمه کسی که رئیس جمهور ایران بر اساس قانون اساسی شده نه رئیس جمهور ایران بر اساس خارج از قانون اساسی بر اساس قانون اساسی با همین رهبری با همین نظام با همین وضعیت شده و این خب یک اتفاق بسیار مهمی بود که عمل کردش رو هم محال توضیح میدم توی توی قسمت عمل کردشم که الان تقریبا هر کسی که کارشناس مسائل اقتصادی سیاسی هستش اون دوره رو بهتر میدونه عمل کردش به این دلیل بهتر شد که این پشتبان مردم از این رو از خودشون میدونستن من یه سوالی بپرسم فقط تو آقای خاتمی بارها گفته شده که حتی خود آقای خاتمی هم فکر نمی‌کرد رای بیاره اینو شما تایید می‌کنید دیگه بله بله من اصلا خودم شاهدش بودم من صبح روز دوم خورداد آقای خاتمی خونش تو پاسداران بود من رفتم خونه آقای خاتمی بعد دو نفری عقب ماشین نشستیم رفتیم رای بدیم دیگه از اون نزدیکتر به محله چیز نمی‌شد دیگه توی پاسداران در ای مدرسه ای رای دادیم ما رو هم دیگه نشسته بودیم تو ماشین آقای خاتمی همونجا به من گفتش که دعا کن که ما تو مرحله اول حتما تو دو مرحله تو ذهنشون بود تو مرحله اول بتونیم نفر اول بشیم که بتونیم از این جمعیت یک نیروی فعال حزبی خود بسازیم تو مرحله دوم هم که یقینا اینا احتمالا یا یقینا شیمنش از قول منه تو مرحله دوم هم اینا نمیذارن ما رعی بیاریم ولی اقلا توی این مرحله اول رأی مفصلی بیاریم که ما وقتی پیچیدیم توی از خیابونی بود پیچیدیم طرف مدرسه که سر بود دیدیم که تمام پشت ما اون همه جا و اینا پر خبرنگاره و ما اصلا انتظار اینجوری نداشتیم من تا پیاده شدم این خبرنگار اون موقع الجزیره من چون عربی بلد بودم و حرف میزدم پرید جلو من گفتش که این خبرنگار از صبح تمام شهر رو گشتن که چهار تا مصاحبه پیدا بکنن که متوازن گزارش بفرستن که ملت بگه ما واقعا ناطق میدیم نه پیدا نکردیم البته آقای ناطق بسیار آدم بزرگوار محترم متشخص بعدم شد بزرگوار اون موقع خیلی اون موقع نبود موقع رقیب بودیم خب خیلی ممنون جانم جانم ما اسم خدمت شما شما از این <applause> چیزا از این ریزشا زیاد داشتی ما اسم خدمت شما هم دیگه پیش میگیم بله آقای خاتمی رو درسته من من فکر می‌کنم که ما حالا دولت به دولت شاید خیلی نشه ورود پیدا کرد ارز کردم بر ارزیابی و شاخص های کمی درسته بالاخره هر دولتی یه کارنامه ای داره منتها این دولت ها جریانند ما یک جریان سیاسی یا شاید دو تا جریان سیاسی عمده از اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از به اینکه حاکمیت در واقع جریان های معارض رو کنار گذاشت در اون مقطع دو جریان بوده که نگاه سیاسی و فکری و شخصیت ها و آدم هاش آدم های هر دو جریان خب بالاخره اگرچه در طول زمان تغییراتی داشته حالا از همین نمونه‌ای که ارز کردیم آقای ناطقه موقع رقیب بودن بعدا جزء سران تصمیم مثلا اصلاحات میشن خب از این تو داشتیم از این دگردیسی ها من فکر میکنم که تا حدودی اون شاکله این جریان ها روشنه و مشخصه و شاید تا الان هم ادامه پیدا کرده در قالب های مختلف من به ذهنم میرسه که اگر بخواهیم ارزیابی بکنیم و بالاخره ریشه کنیم بعضی از موضوعات رو و شاخصه ها رو یه مقدار باید خود اون دههی که ایشون اشاره کردن که حضرت امام حضور داشتن و دولتی وجود داشت اون هم مورد بررسی قرار بگیره <تصفح> نمیتونیم از اون دهه بگذریم یعنی بعضی از موضوعاتی که امروز ما در شرایط بعدی در دولت های مختلف شعارها و حرفایی رو که از زبان جریان های سیاسی مخصوصا جریان اصلاحات میشنویم با آنچه که در اون دهه گفتن متفاوته یعنی اصلا بنیان بسیاری از حرف های سلوی که امروزه جریان اصلاحات و همون در ابتدای دولت آقای خاتمی به عنوان شعار و مطرح شده دقیقا نقطه مقابل حرف و حدیث هایی بوده که همون جریان و همون آدم ها تو دعیه شست مطرح میکردن در حوزه فرهنگش، در حوزه اقتصادش، در حوزه سیاسیش، در حوزه سیاست بین ببینید بالاخره ما تو اون دهه یک تحولات اساسی داریم که تقریبا بنیانهای آینده حوزه های فرهنگی سیاسی اقتصادی و سیاست خارجی ما رو شکل میده خب اینا راجع بهش خیلی باید بحث بشه خیلی صحبت بشه من خودم انتقادی که از دوستان اصلاح طلب و جریان اصلاح طلب دارم و همیشه در این گفتگوهای طرف اینی هم معمولا مطرح میکنم میگم که ایراده ممکنه جواب هم آقای داشته باشه میگم این دوستان شاید از هم به همین دلیل احساس این که مردم حافظه تاریخی ندارند یا حافظه تاریخ کمه یا کوتاهه یه پرش های عجیب غریبی میکنن و میان اه، یک اه، سیستم موهومی رو یا یک دستگاهی رو یا خیلی جا نظام و حاکمیت رو محکوم میکنن راجع به مسائلی که خودشون شروع کننده اون بودن یعنی به هر حال رادیکالیسم سیاسی اقتصادی و فرهنگی بنیانگذارش توی این کشور جریانی بوده که امروز ما به اسم اصلاح طلب میشناسیم توی این دهه شست به عنوان دهه عنوان جریان چپ شناخته شده شما من خاطرم هست ما باید برگردیم به گذشته شما مجلس سوم رو ببینید توی مجلس سوم شعارها چیه تندترین شعارها رادیکالترین شعارها در حوزه سیاست خارجی در حوزه خدمت شما هر شود که مسائل فرهنگی در حوزه مسائل اقتصادی اصلا دعوایی که توی مجلس سوم شکل میگیره و سردمدار اون هم در واقع به یک نوعی دولت آقای موسویه و جریان چپه این است که طرف مقابل ما اسلام آمریکاییه یعنی همین آقای ناطق نوری و آقای مهدوی کنی متهم بودند به محافظ کاری لیبرالیسم و اینکه اسلام آمریکایی حتی مثلا دفتر تحکیم وحدت و اون موقع بیانیه میده ورود پیدا میکنه اینا اسلام آمریکایی ان اینها در واقع تو حوزه اقتصادی مثلا اینجوری فکر میکنن در حوزه سیاست خارجی محافظه کارن لیبرالن خب این اتفاقات میفته توی حوزه اقتصادی اون دولتی سازی زیر ساخت های دولتی که امروز اقتصاد ما بر بنیان اون استواره و هنوز که هنوز همه دارن مینالند از اینکه چرا این اقتصاد دولتیه و چرا این کلاف سردرگم رو ما در حوزه اقتصاد ازش خلاص نمیشیم این بنیانهاش در اون دهه چیده شده در دولت آقای موسوی چیده شده در زمان آقای بهزاد نبوی خیلی بخشایی از این صنایه من منکر خدمات نیستم اون مقطع زمان جنگ بوده شما اشاره کردید شاید کارهایی هم متناسب با زمان جنگ صورت گرفته اما بنیانهایی ساخته شده به عنوان تفکر یعنی فقط این نبوده که آقای ابتهی عزیز بگن آقا ما الان در واقع زمان جنگ مثلا دولت باید متمرکز باشه نه این مسئله نبوده اصلا مقابله با سرمایه و سرمایه داری یکی از اصول بنیادین جریان چپه حتی تا سال 74 شما تا سال 74 نشریه استماع سازمان مجادین انقلاب که موتور محرکه جریان چپ و اصلاحات به تعبیری بود اینها اصلا سر... سرمایه, سرمایه گذاری خارجی رو مساوی با از بین رفتن استقلال کشور میدونستن ما خاطرمون هست که بالاخره توی نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی میومد گریه میکرد اصلا خاطرتون هست آقای ایشون گریه میکرد از دست در واقع موازهی که به صلاح جریان چپ و موقع داشت نه گریه کرد <applause> یک بار سر نمایشگاهی که بر بردو... محرم بود آره. نه 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 سر نمایشگاهی یعنی کرد خیلی. چرا؟ <applause> بغز کرد و گریه کرد من دقیق خاطرم مست موقع دوره دانشجویی ما هم بود سر نمایشگاهی بود که دفتر تحکی ودت به نظرم در دانشگاه علامه گذاشته بود از واردات و جنس های وارداتی و اینها خب ببینید این بنیان ها بالاخره شکل گرفته بعد از یه مقطعی آقای هاشمی رفسنجانی نیومده در واقع یک تیفی رو این طیف چپ رو و اون تفکرات رو گذاشته کنار و این انتقاداتی که آقای ابتهی فرمودند بالاخره تو دولت ایشون شکل گرفته و این تعارض وجود داره یهو بعد یه مدتی ما بینیم به دوم خورداد که میرسیم میبینیم که جریان اصلاحات تو حوزه اقتصادی فرهنگی و سیاست خارجی اصلا یک دگردیسی تمام ایار رو داره یعنی شما اصلا مواجه میشی با یک جریان جدیدی که حرفای جدیدی داره میزنه که اصلا به اون سابقه قبلی خودش متفاوته منتها میاد کی و محاکمه میکنه میگه آقای نظام تو این کارو کردی آقای نظام تو چرا تو حوزه فرهنگی اینجوری داری عمل میکنی آقای حاکمیت تو چرا تو حوزه سیاست خارجی اینجوری عمل میکنی آقای نظام چرا در حوزه اقتصادی داری این کارو میکنی در حالی که خیلی از این بنیان ها و روش ها رو که خودش نق داره خودش بنیان گذاری کرده و هیچ وقت هم از این فضا عذرخواهی نکرده مثلا من خاطرم نمیاد که مثلا جریان دوم خورداد زمانی که دوم خورداد شکل گرفت بیاد بگه آقا من عذرخواهی میکنم من یه موقعی حرفا رو زدم از اونها عبور کردم الان به یه دیدگاه جدیدی رسیدم میگه نه میگه حاکمیت تو مقصری چون جوان نسل جدید این که تو دهه شست رو خیلی ندیده اون چهره رو ندیده در یه قامت جدیدی میاد و تقصیرات رو میندازه گردن حاکمیت میندازه گردن مثلا شورای نگهبان میندازه گرد در حالی که خب ساختار اجرایی کشور دست شما بوده توی همین دولت آقای خاتمی اقتصادی که ایشون گفتن این اقتصادی مشکلات رو به وجود آورد شاکله اقتصادی دولت آقای خاتمی رو همون کارگزاران تشکیل میدادن یعنی سیاست اقتصادی تغییر چندانی نکرد با این که من این رو با مطالعه عرض میکنم که بسیاری از مردمی که به آقای خاتمی رأی دادند تصورشون این بود که آقای خاتمی می آید و مدل اقتصادی آقای حاشمی رفسنجانی رو تغییر میده و با این باور در واقع اومدن رای دادن اما شاکله اقتصادی دولت خاتمی خب تغییری نکرد تیپ کارگزاران همون هایی که جریانات اصلاح طلب و چپ اون موقع به اینها انتقاد داشتن توی اصر ما توی سلام توی جهان اسلام این نشریات به جریان خط امامی یا چپ اون موقع بودن به شدت با دولت های هاشمی تو این زمینه ها مرزبندی داشتن حتی تو حوزه های فرهنگی دولت آی خاط... هاشمی رو متهم میکردن به لیبرالیسم اقتصادی به اینکه با آمریکا وسته شما روزنامه سلام رو ببینید بعد از جنگ این با چه شدت و هدتی میاد و سیاست های هاشمی رو نقد میکنه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی اما زمانی که دولت دوم خورداد شکل میگیره هم این این در واقع ایده ها و این دیدگاه ها کاملا منتقل میشه توی دولت آقای خاتمی من ارزم این پوست اندازی ها و این ریشه ها رو خوبه که به اینها هم بپردازیم اینها رو هم در نظر بگیریم و همه مشکلات رو گردنی حاکمیت بالاخره همین مجالس و دولت ها و قوه قضایی اینا هستن م. بله بخش های دیگری هم شورای نگهبان سپاه جای دیگر هم ممکنه باشه که ما بخوایم اونا هم یه جایی نقد بکنیم اما شاکله اصلی سیاست های اجرایی کشور در دست دولت خیلی ممنون جواب مصری متشکرم جناب ما هستیم خدمت شما دو سه تا نکته مهم داشتن زمان چجوری تقریبا با یک دقیقه اختلاف تقریبا اه... عوض بدن می‌کنیم با آخرش هم موقع جمع بندی می‌زنیم من یه نکته فقط بگم جناب وبتی آقای موسی فرمودن که در واقع دولت آقای خاتمی این این نکتهش خیلی به نظرم مهم بود اگر عمل کردی هم داشته تیم اقتصادیش همون تیم دولت آقای هاشمی بوده بله شنیدم فهمید آره نه خواستم جنبندی بکنم <applause> جنبندی میخواستم یه آخه نکته رو میخواستم حتما <applause> پاسخ بدیم <applause> <applause> من تشکر میکنم از ایشان و چند تا مطلب رو من عرض میکنم ایشان یک نقبی زدن به دهه ده دهه شست انقلاب دهه شست یعنی دهه اول انقلاب در حقیقت که در دهه اول انقلاب در حقیقت چون مهندس موسوی نخست وزیر بود حالا اون موقع دابوت خیلی اه، نمیدونم اهمیت نمیدن نمیدونم چرا آقای آیت الله خامنه ای رو اصلا وسط نمیارن به چون رئیس جمهور که رئیس ساختار قانون اساسی رئیس جمهور چیزی دستش نبوده به قولشان میگه چیزی دستش نبوده ولی من معتقدم که ایشان آدم قوی و قدرتمندی قوی و قدرتمند حتما بودند. بلی... متا... ساختار قانون اساسی ما نخست من بگم که اول انقلاب همون مطلبی که اول ایشان بل. فر بودن که ما باید به سیره یعنی آرمان های انقلاب بدون رهبری نمیتونیم چیز کنیم این در فرماشتشان هست که دهه اول انقلاب که دهه فرماندهی و رهبری امام بوده ایشان همه ایرادار رو در اون دهه میگیره در دهی که ماهام، مسئولیت با امام بوده مسئولیت امام بوده و ماهام یعنی اصلا کلا این جناهی که بعدا هم جناه چپ بود و اینا همه جزء هواداران امام بودن و اسلام آمریکایی هم تعبیری بود که امام مطرح کرد نه اینکه تحکیم وحدت بیاد مطرح بکنه امام مطرح کرد با... منطور نه راجع به یک جریان خاص بله امام بحث تحكی... بحث ام... اسلام آمریکایی رو مطرح کردن در آستانه انتخابات حتی در وسط انتخابات ام... اونجور که من میدونم این یعنی خبر دارم که یه مجمع روحانی مبارز رو امام حمایت کرد که راه را اندازی شد بین دو تا انتخابات هم یه حمایت مجدد کرد آقای مهدوی رفته بودن گفته بودن که ما توی کشور به عنوان اسلام آمریکایی داریم مطرح میشیم آقای مهدوی کنی به عنوان لیدر این جنا امام فرمود بودن حالا بعد از انتخابات من جبران میکنم که شما بستید ولی بالاخره این یکم بیرو تر بخوایم صحبت کنیم دهش شست دهه امامه و امام سیاست فعال بود و مهندس موسوی و دیگران هم این افتخار رو دارند که مجری فرامین امام بودن این رو ما به عنوان نقطه ضعف نمیتونیم بیایم مطرح کنیم که شماها کسایی بودید که اون موقع با این سیاست و با این رفتار امام رابطتون خوب بود بله خود ایشان در مرحله اول گزارششون گفتن که انقلاب اسلامی بدون توجه به رهبری حالا آره چه در دوران امام و چه در دوران آیت الله خیلی محسوب بالاخره لیدر در لیدر ظهور پیدا میکنه این یه نکته نکته دوم این که مگه چه اشکالی داره که کسانی که اقتصادهای اقتصاد بسته نمیدونم به قول ایشان فضای چپ چپگرایانه اینها رو در دوران امام به طبعیت از امام داشتند اینها شرایط زمان و مکان رو درک کنند همینجور که به قول ایشان فرمودن یک دگردیسی توشون ایجاد بشه یعنی وقتی که دوم خورداد آمدن دیدن که فضای امنیتی سیاسی اجتماعی در دوران بعد از امام داره یک جار به سمت بدی میره یعنی در اون دوران بعد از جنگ مثلا بحث فرهنگی مطرح بود تو بحث فرهنگی رهبری معظم فرمودن بحث تهاجم فرهنگی بود یادم از اختلاف نظرای جدی که اون موقع مطرح بود که آقای خاطری خاطر اونم از وزارت ارشاد استعفا کرد و رفت همین بحث تهاجم فرهنگی بود داوود شما که در کار مطبوعات بود یادتونه که خب یه استدلال این بود که الان که جنگ تموم شده هیچ جای دنیا بعد از جنگ فضا رو بسته تر تو جنگ فضا بسته هست ولی بعد از جنگ یکم فضا رو واز میذارن که کمی نفسی کشیده بشه البته همون موقع هم خب اثار نظرهایی بود مثلا من یادم آقای قرائتی میامد خیلی که توی ایام جنگ ما مثلا دعای داشتیم همه جا نمیدونم بحثای مذهبی داشتیم فضا معنوی بوده ولی الان چون نیستش باید مقداری فضا رو بست و این رو اختلاف نظری بود که اون موقع مطرح بود حالا در این دگردیسی یه مجموعه ای که این مجموعه فهمیدن جامعه چی میخواد اصلا چه کار داریم به سوابقشون سوابقشون خوب نباشه اصلا اما وقتی که میان یک شعاری ارائه میکنن که جامعه میفهمه این شعار شعار امروزشونه مثلا مثل جامعه مدنی که مردم خودشون جامعه رو اداره بکنن میفهمن این شعار امروزشونه و بعد بر اون شعارها وفادار بمونن اینم نکته مهمیه مثلا فرض کنید آقای روحانی در دور دوم دو اصلا رو شعاراش وفادار نموند یا آقای احمدی نژاد هم اینطور ولی آقای خاتمه آمد رو همون شعارهای مترقی که به خاطر اون مردم رأی دادن وفادار موند دور دومش دو هم بیشتر رأی آورد با 11 تا کاندید رقیب به خاطر چی بود به خاطر همین حالا اسم ایشان میخواد بذاره دیگر دیسی بگی که حالا به حالا ببخشید به اینجوری بگم شما اون موقع اینجوری نبودید خب نبودیم ما اون موقع تابع جریان انقلاب بودیم و حالا اون موقع بحث داره که ضرورت هاش چی بوده یا نبوده و امام چرا اون نظرات رو داشته حتی موسیقی فهمیدن که از هم نکردن که این تغییر توشون اتفاق افتاده انداختن گردن حاکمیت ما آره. ما, اصخایی... ما, قطعا از دوران امام اصخایی نمیکنیم. کنیم داریم میگیم که دوران امام رو ما قبول داریم ما فرزندان اون دوره ایم خیلی هم فرشش رو میخوریم خب. ولی ما کسی نیستیم که بیایم بگیم که از دوران امام می میکنیم این نکته نکته قابل توجهیه که این دگردیسی اگر واقعا این دگردیسی اتفاق افتاده باشه که مهمترین اتفاق تاریخیه <تصفح> که یک مجموعه ای از نظر فرهنگی از نظر اقتصادی از نظر سیاسی بگن که ما به اصلاحات همین حاکمیت اعتقاد داریم اتفاقا این جمله رو من ارس کنم کسی دنبال اصلاحات که توی حاکمیت بوده قبول دارم بوده و یه نظریه دیدگاه های دیگه یا خودش یا دیگران داشتن اعمال میکردن ولی این ایراد رو من به جناه اصولگرا میگیرم میگم که خب درست از همون زمانی که جامعه فهمید که این دگردیسی باید اتفاق بیفته تو جا... توی مدیریت کشور با آمدن آقای خاتمی فهمید باید آزادی ها توی این مملکت رواج پیدا بکنه فهمید باید مطبوعات رواج پیدا کنه فهمید باید کتاب رواج پیدا بکنه فهمید باید موسیقی رواج پیدا بکنه فهمید باید جامعه یک اقتصاد آرام داشته باشه همه اینا رو که فهمید آمد درست از همون لحظه جریان اصولگرا شروع کرد به جایگزین شدن همون جریان چپ دهش است تمام مواضع مواضع افراطی مواضع تند به خاطر زدن اصلاحات دلیلش این بود ولی خب این دگردیسی مثبت من معتقدم جریان اصلاحات کرد و اصولگرا دگردیسی منفی کردن یعنی رفتن به سمت اینکه فشارها رو بیشتر بکنن نمیدونم مجلسها رو بسته تر بکنن شورای نگهبان رو فعال تر بکنن نیروهای نظامی و انتظامی رو فعال تر بکنن نیروهای امنیتی اطلاعاتی رو فعال تر بکنن تقریبا هر کسی که هوادار جدی آقای خاتمی بود یه دوره تجربه زندان داره در دوران اصلاحات حتی در دورانی که خودش هم حاکم بود بعد برن از اون طرف قتل زنجیری رو سامان بدن هر کاری میشد بکنن بکنن که این دولت موفق نشه من میگم که کدوم بهتره این که کسی در دوران امام حتی اگر فرض من فرض میگم فرض درست باشه جزء جناح چپ بوده و نظرات چپی میداده حالا فهمیده جامعه این رو نمیپذیره آمده دگردیسی پیدا کرده این بهتره یا کسی که فهمیده جامعه دنبال اصلاحات و میخواد یه مقدار نفس بکشه ولی از همون موقع دقیقا شروع کرده به نفس گیر کردن مردم یعنی شروع کرده به میگم دیگه حالا من نمونه مثال زدم به تو. مثلا قطار زنجیری ای نمیدونم همین که آقای خاتمی گفت هر نه روز یک بحران بستن یک روزه فلهی روزنامه ها این اینا که دیگه کار دولت نبود دیگه این اتفاقات آیا خود دولت و خود اصلاح طلب هم یه مقدار رادیکال نشدن بعد از دوم خرداد حالا اون بحث دیگه چرا به با... ببینید من نه میگم اون... که شما میفهمید اون ور رادیکال شد اون ور رادیکال شد دوم خرداد ب... هم رادیکال خب... نه... به رادی بالاخره ممکنه به با هم دیگه تاثیر تاثیر بذارن چرا من نمیخوام بگم نه ولی میخوام از نظر زمانی فرمایش ایشان رو که در 60 اینجوری شجاعانه نقد میکنه من میخوام بگم که اتفاقا اگرم نقد باشه هر چی باشه بعد رسیدیم به یه دوره اصلاحات اصلاحات آمد به جامعه مدنی رسید من جامعه مدنی نکته کلمه بسیار مهمیه من اینو بگم تو پرانتز یادم نره توی اولین سخرانی که آقای خاتمی ضبط کرد که تو تلویزیون پخش بشه توی این مؤسسه بود به نام مؤسسه برای امام توی دربند اونجا بود جاش ما بگم اونجا نشسته بودیم آقای خاتمی رفت بحث جامعه مدنی رو کرد شبم پخش شد فردا صبح اول وقت یه دی از دوستان هم که ایشان اشاره کرده ریختن اونجا که آقا این بحث به درد مردم نمیخوره مردم چرا ربطی داره به جامعه مدنی اینا بشینی بحث اقتصاد بکنی بحث چی بکنی بحث چی بکنی آقا خاتمی گفت نه من, مهم. من بحث جام... توسعه سیاسی برام خیلی مهمه هر کار کردن دیگه تو جلسات بعدی هم گفت حذف نکردن خب یه همچین نگاهی به جامعه ارزش شده مورد پذیرش قرار شده همه باید بیم حمایت بکنیم نه اینکه همه بیم بزنیم هر چه زور داریم بزنیم که این نشه چون ما نیستیم این اتفاق افتاد در تاریخ سیاسی ایران و بعد به خاطر حالا همین که مردم این حمایت رو دیده بودن ما توی یک زد کشور در دوران آقای خاتمی معاونت جامعه مدنی داشتیم خب این نکته آخری هم که توجه حضرت جلب کرده بود بگم ببینید من اینکه توی دولت کی نشسته پشت اون میزه یه حرفه اینکه نتیجه کار چه شما یک دونه کارشناس اقتصادی بیارید که در دوران آقای خاتمی رو از نظر اقتصادی بهترین دوران اقتصادی ندونن با بحرانایی که داشتش یعنی حتی تو ضرب جینی خیلی موفق نبود دولت, دولت. یعنی این فاصله طبقاتی زیاد بود حالا اینو کار نذار نه من میخوام بگم من که در بحث اقتصادی کرد دولت خاتمی خیلی خوب بوده خب پس چرا دولت که تموم شد مردم ادامه ندادن دولت خاتمی رو سوالی باشه میگم اونم چشم نه خیلی راحت ولی بحث... من بحث تموم بشه باشه بحث شد من اتفاقا به همین نکته می معتقدم که این فضا این فضایی که اتفاق افتاد نتیجهش این شد که اون آدم هایی هم که اونجا آمده بودن چون رهبری مدیریت کشور یک مدیریت قوی بود آقای خاتمی و جامعه هم ازش حمایت میکرد اون افراد هم دوچار دیگر دیسی شدن در مدیریت ما ازشون راضی هستیم دیگه اونا کارگزاران رو ادامه ندادن در دولت مشی کارگزاران رو ادامه ندادن در دولت و این خیلی خوبه این که مشی نتیجه چیز نتیجه اقتصادی دولت آقای خاتمی با دلار ده دلار با نفت ده دلار و یازده دلار خیلی نکته مهمی ها تا نفت صد دلار دوران آقای خاط... آقای احمدی نژاد دلار آقای احمدی نژاد موفق شدن و به جنتجه رسیدن و این رو من بله نکته در حقیقت پر اهمیت نقطه موفقیت آقای خاتمی رو برای این میدونم که هم کارگزاران هم همه گروه های مختلف یک دولت بودن بر اساس یک سیاست رفتار کردن و اون سیاست گشایش برای مردم و گشایش با مردم رو البته اگه بخوام یه وقتی یک تیکیش من توصیه میکنم بس سیاست خارجی بکنیم گشایش با مردم با اتکاب تنش, زداده. تنش سیاست خیلی تأثیر گذاری در همه چیز بس. خیلی ممنونم متشکرم من فقط زمانی یاد کنم ما هستیم خدمت شما من خدمت شما شود که نکته ای که آقای ابتایی گفتن راجب دهه شست چون ایشون عبور کردن من میخواستم بگم که ما یک دهه شصتی هم داشتیم که توی اون دهه شست اتفاقاتی افتاده بنیانهایی گذاشته شده که این بنیانها این دو جریان سیاسی که ادامه پیدا کرده یه مدتی در قالب چپ و راست یه مدتی در قالب اصلاح طلب و اصولگرا یه مدتی در قالب محافظ کار و رادیکال این بالاخره یه پایه ای داشته و یک عقبه ای داشته از اونجا شروع شده یه حرف و حدیث زده شده من منتقد دهه نیستم بله معتقدم که امام نگاههایی داشته وضعیت خاصی داشتیم جنگ بوده اما بعضی از رفتارهایی که اون موقع صورت گرفته اینها قابل بررسی باید بررسی کنیم چرا باید بررسی بکنیم چون جریان اصلاحات زمانی که روی کار اومد دقیقا در نقطه مقابل اون اتفاقات بود من نقد نمی کنم من میگم که شما اگر میخواستید نقد بکنید جریان اصلاحات شما سخنرانی های آقای خاتمی حالا آقای ابتعی و دیگر کسانی که نقش آفرین بودن در انتخابات دوم خورداد رو برید نگاه بکنید آیا اونجا راجع به این که ما در گذشته همچین عقبه ای داشتیم و یه همچین حرفایی زدیم الان دیگه نمیزنیم یا از اونها در واقع عقب نشینی کردیم یا اصلا تغییر جهت دادیم نیست اینها در واقع کل اون وضعیت موجود رو که اتفاقا بخشی از این وضعیت موجود رو خودشون درش دخیل بودند بخشیش هم در دولت بعدیشون که شکل گرفت شریک شدن یعنی کارگزاران خب از این عذرخواهی نکردند نگفتن اون اتفاقاتی که افتاده و ما الان منتقدشیم این در گذشته اشتباه بوده حتی جامعه در مورد کار... گفتن دیگه گفتن که اینها اسمن به دولت های خاطر اضافه شدن ولی مششون مشی فرق متفاوت سیاست با سیاست اقتصادی کرده شما اشاره درستی کردید چون سیاست کارگزاران ادامه پیدا کرد بله یه جاهایی ما مثلا در کنترل تورم تورمی که از زمان های هاشمی رسیده بود درصد موفق شدیم اما توی بس عدالت اجتماعی توی ضریب جینی که شما اشاره کردید و به همین دلیل که شما ببینید در آخ بله، آقای خاتمی دور دوم رأی بیشتری آورد کما که آقای احمدی نژاد هم در دور دوم رأی بیشتری آورد کما که آقای روحانی هم در دور دوم بله <تصفح> آقای روحانی هم در خب شما حالا من راجع به این موضوع هم بحث دارم حالا, حالا عرض می کنم. حالا هشتره پلن... هشتره ده ببینید, ببینید. بحث جریان اصلاحات <تصفح> من میخوام این, این که مثال میزنم دهه شهست رو و ورود پیدا میکنم این است که این برادران عزیز ما در رابطه با خودشون شاید در یک جمله من بخوام خلاصه کنم این است که هرچه آن خسرو کند شیرین بود هر کاری ما در هر مقطعی انجام بدیم درست است قابل نقدم نیست پشیمون هم ازش نیستیم مثال خوبی زدن انتخابات شما حساب کنید اشاره کردن آقای خاتمی اومده 20 میلیون رأی آورده تا روز قبل خودش مطمئن نبوده که آقای مرحله دوم میرود یا نمیرود رأی آورده اومدیم انتخابات سال ولی حاکمیت بعدی. نمیخواسته بله؟ ولی حاکمیت, آه حاکمیت میخواست یا انتخابات برگزار شد بله. رای آورده بله. اتفاقا این نشان دهنده اینه که حاکمیت دخالت اونجوری نکرده به زعم شما به رغم خواسته رو رای آورده دوره بعدی اومده رای بیشتری هم آورده ولی شما به سال 84 که میرسی انتخابات رو خود دولت آقای خاتمی برگزار کرده سه تا کاندیدایی که جریان اصلاحات ازشون حمایت میکنه میگن آقا ما به خدا واگذار میکنیم این انتخابات قبول نداریم هم آقای معین هم آقای کروبی هم آقای هاشمی رفسنجانی که دیگه آقای موسوی لاری بنده خدا اومد گفت آقا ما سالمترین انتخابات رو برگزار کردیم سال 84 انت برگزار کنیم من اصلا 88 رو میذارم کنار سال 88 شما بیانیه آقای موین رو برید ببینید 84 84, 84. بیانیه هاشمی رفسنجانی رو برید ببینید بیانیه آقای کروبی رو برید ببینید نپذیرفتن انتخابات رو سال 88 که دیگه اون ماجرای تقلب و بگیر و تو خیابون و به اگر رای نیارد برید تو خیابون ها ولی شما میاید جلوتر سال 92 آقای روحانی که مورد حمایت همین جریان بوده با هفته همه درصد بالای نصاب قانونی شو میشه ثابت من میخوام اینو ثابت کنم که در هر مقطعی جریان اصلاحات و جریانی که در واقع جلو میاد میگه فقط اون کاری که من انجام میدم خوبه اون حرفی که من میزنم معیار حقه من میتونم تغییر بکنم در واقع همه کاری رو انجام بدم جلو برم عقب بیام همه اینها درسته یعنی شما تا... میفرمایید که اصلاح طلبها شعار استقلال آزادی و جمهوری رو وقتی به نفع خودشونه به نفع خودشونه میگن خوبه موقعی که به نفعشون نباشه زیرش میزنن من میخوام به این نتیجه بگیرم وقت اصل حرف من اینه که شاید به نظر من این که شما میگی آما ما رو گرفتن و مثلا آقای خاتمی اینها بخشیش ناشی از اینه که جریان اصلاحات و جریانی که بالاخره این اومده تا الان تا اح مسئولیت سیاسی برای خودش قائل نیست یه تعبیر خوبی رو آقای تاجیک یه موقعی تو هم سال 88 جزوه ای نوشته بود حالا اسم جزوهش یادم نیست اونجا میگه که ما باید شلوار مسلمانی نه نه زیست مسلمانی مال آقای موسوی بود مال ایشون یه حالا یادم اومد میگم میگه ما باید شلوار پوزیسیونی و کت اپوزیسی... اپوزیسیونی بپوشیم یعنی یه پامون باید این ور باشه یه پامون این ور باشه من هر اینه که به بخشی از دولت آقای خاتمی شاید ایرادی که بهش وارد بود این بود که در مقام اپوزیسیون ظاهر میشد بله شما میفرمایید که دولت آقای خاتمی رأی آورد به رغم حاکمیت حاکمیت احترام گذاشت و قدرت اجرایی در دست آقای خاتمی قرار گرفت شما میفرمایید که مثلا هر نوروز یه بحران من واقعا معتقدم که بخش عمده از این بحران ها رو خود این جریان به وجود آورد بنیاد تخریب های انتخاباتی رو تو هم انتخابات دوم خورداد گذاشته شد شما یه موقعی همین آقای ناطق نوری که مورد احترام آقایون هم الان هست و الان توی دهده های جریان اصلاحات یه پای ثابتش شاه ناطق نوریه برید ببینید اونجا این مسائل تخریب های شدیدی که در واقع علیه آقای ناطق نوری اونجا انجام دادن و ادامه دادن اون توسعه سیاسی که آقای من خاطرم هست یه موقعی آقای خاتمی اومد گفت جامعه مدنی منظور من از جامعه مدنی همان مدی جامعه مدینه و است که مقام معظم رهبری گفت اگر منظور اینه که ما حاضریم جون ما براش فدا بکنیم بله بخشی از این بحران ها در دولت آقای خاتمی این بود که اون بخشی که خودش رو متر محرکه دولت آقای خاتمی میدانست آقای ابتهی این شروع کرد به چنگندازی به حاکمیت اگر واقعا به صورت مساله آمیز همونطوری که شما میفرمایید آقا توسعه سیاسی مسائل فرهنگی مسائلی از این قبیل این در یک چارچوب آرامی جلو میرفت به نظر من شاید قابلیت اجرایی داشت و هم به همین هم اشاره‌ای که کردم که مقام معظم رهبری اومد تایید کرد حتی جامعه مدنی رو گفت اگه این مفهوم باشه ما اینجا خیلی راحت‌تر جلو میرفت منتها اون عقبه دولت و در واقع جریان سیاسی دولت مسئلهش اصلا این نبود که من میخوام توسعه سیاسی رو در این چارچوب نظام میخوام جلو ببرم نه فضا رفته یه سمت و سوی دیگری کسانی اومدن میداندار شدن و جلو بردن مسئله رو ببینید شما اتفاقاتی که تو همین روزنامه ایشون میگه روزنامه های زنجیری که شما میفرمایید توقیف ای شدند چه سالی توقیف شدند؟ سال 79 یعنی سه سال سه سال زمان کمی نیست آقای ابتهی سه سال این روزنامه ها سال اول باید میوسته نه 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 میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد که به این مرحله رسید دفاع نه ایسه... نه دفاع نمی کنم آقای ابتهی ار زمینی که شما اگر شما میفرمایید ما اومدیم به دولت مستقر طبق قانون اساسی یه حرکتهایی میخواستیم جلو ببریم سالم نو اشکال نداره تغییرات رو پذیرفتید اون عذرخواهی رو هم در واقع انجام نمیدید شروع میکنید شروع میکنید شما برید روزنامه های موقع رو ببینید کتاب های متعددی راجبه یعنی من معتقدم البته کار از دست جریان اصلاحات در رفت یکی از دگردیسی هایی که عرض میکنم جریان اصلاحات دوچارش شد این بود که نسبت به همون دهه شست که به بقیه انگ اسلام آمریکایی و لیبرالیست می زدن توی دوم خورداد سکاندار و در واقع به یه نوعی اون پیشانی کار که کار توسعه سیاسی و شعارهای دولت دوم خورداد کسانی قرار گرفتند که اینها در گذشته مرزبندی جدی با جریان خود جریان شب داشتن گروه نهضت آزادی ملی مذهبی ها توی رسانه هاشون توی روزنامه هاشون اینها اومدن میدوندار شدن راجب مقدسات راجب شما بحث حاکمیت دوگانه رو کی مطرح کرد بحث فتح سنگر به سنگر خاکریزهای نظام رو کی مطرح کرد آقای سعید حجاریان مطرح کرد گفت ما باید بریم حاکمیت دوگانه شاکله کلی ما حاکمیت دوگانه است ما باید سنگرهای نظام رو یکی یکی خاکریزهای نظام رو فتح بکنیم و نهادهای به تعبیر خودشون انتصابی رو کنار بزنیم و دست نهادهای انتخابی رو باز بکنیم و جلو بریم اقداماتی که انجام شما ببینید در انتخابات مجلس ششم بلایی که اینا سر آقای هاشمی رفسنجانی آوردن خب الان همه بزرگان اصلاحات از آقای هاشمی رفسنجانی به نیکی یاد میکنند و در یه مقطعی اصلا رفتن پای سر آقای هاشمی رفسنجانی و آقای هاشمی رفسنجانی شد رأس این جریانات و پدر معنوی این جریانات شما برید ببینید با چه تعابیری توی همین روزنامه‌ای که ایشون میگن آلی جناب سرخپوش واژه‌هایی از این قبیل آو... من هیچ وقت خاطرم نمی آقای ابتعی که توی انتخابات سال اه... انتخابات مجلس ششم جلوی در دانشگاه تهران همین بدنه بچه های دفتر تحکیم وحدت چه شعارهایی رو علیه آقای آشمی رفسنجانی میدادن خب بخشی از این مواردی که شما میگید اینها ناشی از این رادیکالیزه کردن فضای اجتماعی شما یک جریانی دارید یک جماعتی دارید بله سنتی باورایی باورهایی دارن دیدگاهی دارن بخشی از این اتفاقاتی که ایشون داره میگه بله اون بخش های امنیتی و اینا که میگید ما هم قبول نداریم من همین الان هم معتقدم که اون حرکت قتلای زنجیری و مثلا یک کلاف سردرگمی بود و پیچیده بود که حتما پشتش در واقع سرویس خارجیه چیزی که به نفع نظام حاکمیت نباشه چرا باید این اتفاق بیفته بعد حالا باز من میخوام عجیبه که مثلا دوستان میگن آقا این مال یک محفل امنیتی بوده بعد رس همون محفل امنیتی تو چند سال بعد میشه کاندیدای خبرگانشون آقای فلاحیان رو اون موقع در بدترین بله جریان چپ شما فلاحیان تق... آقای فلاحیان کاندیدای تکرار میکنم شما بود بله بود. بود شما برید بگردید توی خوزستان نبود بله بود ایشون بود آقای بشری بود حالا من عرض میکنم خدمتتون شما ببینید فرصت بید... پس ببینید من عرض امینه که دولت ها و توی رفتار سیاسی دولت ها آقای خاتمی من نیت خانی نمیخوام بکنم حتما نیت آقای خاتمی این بوده که بیاد بر اساس فضای جدید گفتمانی رو شکل بده حرکتی رو جلو ببره حرفایی بزنه در چارچوب قانون اساسی هم میخواسته دنبال بکنه کما که تو سیاست خارجی هم خب شانس دیگه ایشون بحث گفتگو تمدن‌ها رو مطرح کرد از شانس ایشون یه سال بعدشون آقای بوش اومد و اصلا ما رو گذاشت به شرارت من این رو نقطه آقای خاتمی تلقی نمیکنم. هرچند معتقدم که اون گفتگوی تمدن ها نباید ما با آمریکا ساده اندیشانه برخورد کنیم ولی یه حرفی زد اتفاق یا سیاست اون بالاخره به بنبست خورد تو حوزه سیاسی ولو اینکه ایشون این نیت رو داشت سکان کار افتاد دست یه کسانی که رادیکالیزم رو توی جامعه ترویج میکردن آمدانه بنیانهای فکری یک جماعتی رو که انقلاب کردن بالاخره یه باور... باورهایی دارن اینها رو به تعبیری اینا یک سیخ می میزدن انگولک میکردن که آها شما. شما این مسائل رو بالاخره یه جوی حرفای نکاتی و نهایتا هم همونطوری که شما اشاره کردید توی بحث عدالت اجتماعی توی مباحث فرهنگی ما به سال 81 و 82 میرسیم عملا جریان اصلاحات توی نگاه مردم واقعا دچار مشکل شده دچار فرونشست شده به همین دلیل شما میبینید که شاید اولین دوره ای که انتخابات مجلس انتخابات شوراها که اتفاقا از دل همین دولت اصلاحات جوشید و به یه نوعی مبده شد شما توی انتخابات شورا تو همین تهران یه 13 درصد شرکت کنید انتخابات مردم نتیجه توسعه سیاسی اتفاقا تو این دوره انتخابات شوراها نهضت آزادی کاندیدا داشت ملی مذبی ها کاندیدا داشتن آقای سازگارا توی کل این تهران پوستر چسبونده بود که من قرار بشم شهردار آقای تاجزاده لیست داده بود چند درصد مردم اومدن توسعه سیاسی از کوه توسعه سیاسی موش زایید خیلی منده. و آقای خیلی تاجزاده نیم درصد آرا رو آورد و سال بعدش و چند سال بعدش تو انتخابات سال 84 آقای احمدی نژادی که دقیقا نقطه مقابل شعارهای دولت های خاتمی بود به رئیس جمهور توسط مردم برگزیده شد خیلی ممنونم جواب تو هستیم خدمت شما چقدر دیگه باید ادامه بدیم خیلی اگر که به نظرم یه رو دیگه شما صحبت بفرمایید دیگه انشالله بعدش بود خیلی ممنونم دیگه. از فرماشتای نظام نظام ما شما رو میگه ما سید نظام هستیم این هرچی مشکل داشتیم با شما داشتیم نه با نظام ببینید به نکات مختلف اشاره کردم من اولا این اسخایی رو اینجا از مردم بکنم که من فکر میکنم این حرفایی که ما داریم میزنیم تو این جلسه خیلی خسته کننده برای مردم چون مردم از همه اینا عبور کردن دیگه شعار اصلاح طلب و دیگه تمام ماجرا شد فراگیر شده باشه مردم مشکلشون سوگیری و نیست مشکلات اقتصادی دارن مشکلات اجتماعی دارن مشکلات فرهنگی دارن و ما همچنان داریم از همون بحث های قدیمی حرف میزنیم دیگه البته خب بحث و تاریخه با عنوان تاریخ این بحث رو میدونم که اولویت شما ها نیست اما چند نکته در پاسخ فرمایشات جناب های موسوی عرض کنم خدمتتون یکی این که اینکه دگر دیسی جریان اصلاحات رو فرض بذاریم من اون دفعه دور قبلی هم گفتم گفتم این نکته مثبتی میدونم که یک جریان در دگرگونی خودش به نتایجی رسیده بله مثلا منتقدین مثلا آیت الله خامنه ای که بعدها بعد از رهبری ایشان شدن از هواداران و وفاداران ایشان تعدادشون کم نبود ولی هیچ وقت نیادم بگن که ما چون یه وقتی منتقد بودیم الان دیگه به رهبری ایشان گردن نمیذاریم. با خود هم این روند اجتماعی تاریخی این بود که البته مثلا کسانی که با خاتمی رای دادن دو بخش بودن یه بخش چپ دوران د شخص بودن یه بخشی هم که عموم اجتماع بودن که خیلی توی حوضه از از این بیشتر گرفتاری های فرهنگی دوران اصلاحات نگران بودن در مورد آقای هاشمی ایشان فرمودن که اون موقع خیلی اذیتشون شدن توی نمیدوم د اینا خب من حالا دوست دارم آقای موسوی الان که ایشان فوت هم شده در جیب دهی آخر آقای هاشمی یه مقداری تجلیل کنن خب نمی کنن دیگه ایشان و امثال ایشان اما اون جایی که نیاز به تجلیل باشه تجلیل ولی واقعا هیچ وقت آقای هاشمی رفسنجانی رو من همیشه با احترام ازش یاد تخریب شخص من. شما رو نمیگم من در این جریان رو میگم بله. این جریان جریانی نیستش که ببین بالاخره اختلا... آقای هاشمی برهه مختلفی تو زندگیش داشته و سیاستهای مختلفی تو زندگیش داشته بخشی از اون سیاستها مورد علاقه ما بوده ما حمایت کردیم مثل دهی آخر عمرشون بخشی از اون سیاست مورد جریان سیاسی اصلا برای همین زنده است که نسبت به چهرهای سیاسی موازه متفاوت شو متناسب با حالت که اون طرف میگیره تعیین میکنه دیگه یعنی مثلا این همین آقای مثلا یادشون هستش که توی نماز جمعه ها مخالف هاشمی مخالف چی پیغمبر دشمن است پیغمبر. دشمن پیغمبر است دشمن دشمن پیغمبر است بود که ما همون موقع نقدمون این بود که این جامعه در زیر فشار این سیاست های اقتصادی له میشه بعد هم استخر فره و از این حرفا و اینا مطرح شد اینا دیدگاه های نیستش که آدم توی بحث جدی بخواد بگید بالاخره هر که هر گروه سیاسی حق داره در یه شرایطی با یک فردی خوب باشه یا بد باشه این که ما الان اینجا انگاری که کشف کردیم که شما همونی هستی که یه وقتی خوب نبودی یا خوبی یه وقتی خوب بودی اینجوری خیلی نه جامعه توجه داره نه چیز نه ملت در مورد من این چند تا نکته اشاره ای که ایشان گفتن بگم راجع به اینکه ما تو مقام اپوزیسیون بودیم من این رو برعکسش میگم میگم که آقای خاتمی قرار نبود بیاد وزیر اطلاعات وقت اون موقع گفت خاتمی بیاد امنیت ملی ما آسیب میبینه خب اصلا من میگم هیچ کدومشون سوء نیت نداشتن بعد که آمد آقای خاتمین با این وضعیت آمد انتقام جریان اصولگرا حالا میگیم یا راست بگیم یا هر چی بگیم با توجه به قدرتی که در اختیار داشتن اون انتقام این افراطیگری رو درست کرد رادیکالی رو درست کرد یعنی انتقام وقتی که میگم انتقام یعنی هنوز دستهای تو وزارت اطلاعات وجود داره توش جنگ توش قتل زنجیری در میاره یه مرتبه ما نشستیم من خودم یادم بعد از ظهری بود آقای دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات بود به من زن شخصا زنگ زد و آقای در این تهران امروز بعد از ظهری خبری گرفتیم که منزل آقای داریوش فروهر ریختن یه از کردمردا. هیچی ایشن ایشن دی از این کرد مردا امروز هیچ چی نشده بود اینو باز میگم که ایشا هم از این کرد مردا ریختن اونجا و متاسفانه آقای فروهر و خانمشو کشتن ما هم به شدت دنبال قضیه هستیم گفتیم به شما خبر بدیم شما تو جریان باشید دو روز بعدش یکی دیگه دو روز بعد یکی دیگه دو روز بعد یکی دیگه خب این انتقام از اون رأی مردم بود چرا از این از پله دومیشون شروع میکنه که اینجوری چیز این یه دولت مستقری آمده رهبری تنفیذ کرده من وقتی که اینشان انتخاب شد که از نزدیکترین دوستان رهبری آمد پیش ما گزارش میداد اینا میگفت من وقتی خبر انتخاب و این آرا و اینا رو دادم به آقای آیت الله ایشان سجده شکر کرد خب دارن خوبم با هم کار میکنن من این رو میتونم بگم دیروزم هم جایی گفتم گفتم که ببینید آقای احمد نژاد که با اون همه هزینه آمد سر کار وقتی یه چیزی رو آقای آیت الله خامنه‌ای بهش گفته بودن که مثلا فلان کار رو انجام نده باز گفته بود که ایشان که رسما نگفتن که ایشان آمد پشت ب... گفته ب... بلنگ. بلنگو, گفتهش اینم پشت بلنگو من گفتم که در طول هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی اختلاف نظرات تا بخواید زیاد بود من تو جریان جزئیات بحثاشون بودم اما یک بار آقای خاتمی آقای خامنه ای آیت رو نه پشت بلنگو یک روال منطقی همکاری منطقی داشتن میکردن با اختلاف نظرها که هم دیگه ولی یک جریان رادیکالی بروز کرد اون جریان رادیکال از درون هی مین منفجر میکرد این مین ها البته اینم قبول دارن تأثیرش در جناه ما افراتیون جناه ما بودن من نمیگم نبودن ها اما عکس عمل اون افراد ها بود یعنی وقتی که مثلا قطر زنجیری پیش می خب آقای خاتمی نظرش این بود که در قطر زنجیری ما چهار نفر در دوران ما اتفاق افتاده ما قرص وایسیم این چهار نفر رو برمندش مشخص کنیم تا دیگه وزارت اطلاعات این از توش کنده بشه این اتفاقات توش نیفته من خودم دیگه چون تو جزئیاتش بودم خب از تو همون دوستان افراتی ما کسایی اومدن گفتن که نه آقا کی چه چهار چهار نفر چند نفر زمان هاشمی حالا الان رهبری حمایت میکرد از اون کاری که آقای خاتمی داشت میکرد در حذف این اتفاق آقای هاشمی حمایت میکرد همه حمایت میکردن اول رفتن که این چیز این دوران آقای هاشمی رفتن تعداد فلان قز کشته شدن حالا تا بی اثبات کنیم ما آقای خاتمی میگه این اثبات کردن چه فایده ای داره الان ما میخوام این رو از توی سیستم اطلاعاتی بکنیم حالا بریم اونجوری آقای هاشمی شد جلوی ما جلوی یعنی موضوع قتل زنجیر بعد یه دیدیشون دیگه شون تونتراشون اومدن شعار دادن که نه این یه کسی فتوا داده اون فتواش مهمه که تقریبا اشاره به رهبری کردن. خب بله وقتی که اشاره به رهبری کردن هواداران رهبری من یه خدا رحمت کنی آقای حسینیان و منو دید گفتش که من رفتم بود یه برنامه چراغ صحبت کرده بود خیلی برنامه بیرفتی بود گفتش که من حس کردم یه عده‌ای دارن آقا رو می‌زنن ما هم خواستیم شما بزنیم این خیلی صریح به خود من گفت شاید راست می راست میگفت دیگه یعنی یه عده افراطی اینور باعث شد نتیجهش این بشه که پرونده قطار زنجیری هم تخول پخول بشه و معلوم چی بشه و این حرفا و در حالی که اون شروع شروعی بود که حمایت کامل رهبری رو داشت حمایت کامل آقای هاشمی رو داشت بقیه همه متحد بودن و اگر این کار اتفاق افتاد من نمیگم که افراتیگری من میگم این افراطی ها شروعش و دلیلش انتقام از دوم خرداد بود انتقام از دوم خرداد یعنی انتقام از رأی مردم از مردمی که میخواستن چیز مهمی می نمیخواستن مردمی که باقای خاتمی هم که رأی داده بودن درود بر سید فاطمی میگفتن مردمی که از توی کرات دیگه که نیامده بودن همین متدینین ایران هم بودن همین مقدسین ایران هم بودن همین نمیدونم بله لایکای ایران هم بودن همشون آمدن زیر خیمی بزرگی جوان تو آیه یه نکته توی صحبتشون گفتن به نظرم در مورد همین صحبتی بکنید گفتن که در واقع همین موضوع انتقامی که شما میفرمایید به یک معنا آقای موسی فرمایند که شما هم تو سال 84 به بعد همین سال 84, 84 میگم نه سال 84 میگم تا اینکه این که اتفاق افتاد این در حقیقت درگیری داخلی درگیری داخلی که اگر به آقای خاتمی ایراده اصلی که دارن مگر شما همه جا میخونید دیگه اصلیش که آقای خاتمی یزدی بود قرص وای نست داد ای قرص وای میستاد این مشکلات پیش نمی آمد یه حرفا خب بله آقای خاتمی قرص وای نست دلیلش این بود که ای قرص وای میستاد مملکت واقعا به جنگ داخلی منتر میشد یا آقای خاتمی نابود میشد یا بخش دیگه ای از کشور نابود میشد من این روش آقای خاتمی رو میپسندم که بالاخره تو چارچوب قانونی خودش موند تا آخر خب ولی فشار این بود که آقا در برابر این همه کارشکنی ها شما چرا کاری نمید تو دانشگاه اگه دعوا شد سر این بود جاهای دیگه اگه دعوا شد سر این بود اما علا رقم همه اینا یک اشتباه استراتژیک ما داشتیم خیلی هم سریع شفاف این اشتباه رو بهش اعتراف میکنیم و اون این بود که توی انتخابات 84 نتونستیم به وحدت برسیم و ادلا حتی اگه آقای هاشمی رفسنجانی رو هم اصلاح طلب ندونیم برید آرا رو بشمارید آرا جریان اصلاح طلب در مجموع بیشتر از آقای احمد بود نبود که جامعه رفت به صرف آقای احمد نژاد درسته در نتیجه این درآمد ولی مجموعه آراء اصلاح طلب ها با آقای هاشمی یک بشماریم که خیلی بیشتر که آقای هاشمی خب موقع تمایلات اصلاح طلبی نشون میداد این رو نگید که مردم برگشتن این اشتباه استراتژیک ما بود بله خیلی هم شفاف میپذیریم که چرا اون موقع نیامدیم ببین اختلاف آقای کروبی و آقای احمدی, احمدی نژاد تهران بود فکر می‌کنم آره 500 فکر. هزار نه آه. نه 500 هزار تا بود نه رأی تهران که شمردن اومد بالا حالا خلاصه من می‌خوام بگم نهایتا 500 هزار تا اختلاف بود تو 500 هزار تا اختلاف بالاخره اگر مثلا من به همه دوستان احترام می‌ذارم ولی مثلا اگر فقط آقای معین مه... هم نمی‌گم چی آقای بهری زاده که دو میلیون رأی تبریز و اینا رو گرفت اون نیامده بود و صد آقای کروبی رأیش بیشتر از آقای احمد نژاد بود از موهین هم میموند من میگم چه واقع بین باشه بخاطر اون با شعار 50000 تومانه هر چی باشه دیگه بالاخره شما توی انتخابات مثلا آقای احمدی نژاد خاطر چی بود هر کسی یه شعاری داره مهم بود که بالاخره پذیرش اتفاق افتاده بود دلست. البته اینم بگم آقای ابتتون سال 84 مثلا من خودم خاطر... خاطرم است اگر اجتماع نکنم آقای موسوی مصاحبه کرد بعدها گم اینجوری که من خاطرم است میگه تو سال 84 من دور اول واقعا احمدی نژاد ندیدم نه آقای شریعت مداری مصاحبه کرد میرحسین موسوی رو میگه گفت که آقای موسوی موسوی سال 84 با احمدی نژاد ندید آقای موسوی ولی معتقدم که نه میگم ایشن... یعنی نه. یه یه رای جدی داشت به حال اصلا بله ولی میخوام بگم در عین حال با همه این بحرانایی که من میگم آقای خاتمی چرا فعال نیست و چرا تنب... چرا اصطلاح وای نمیسته من گاهی هم مقایسه کردم میگم که مثلا خب البته مثلا مهندس موسوی تو 88 وای ساد معلوم نیستش که اثرش بیشتر از آقای خاتمی بود که مماشات کرد در طول اون دوران ها ولی در مجموع اون چی که میخوام عرض کنم این بود که ما با یه سری آمارهای خود ساخته خودمون رو گول نزنیم من قبول دارم افراطیگری توی این افراطیگری که ایشان اشاره میکنه بله بود همین که من مثالاش هم زدم دیگه مثاله جدیش هم زدم سر اینجور بحثه جواب دولت آقای احمد نجاد هم یه اعلام نظر بفرمایید یه تحلیلی بفرمایید تا دیگه انشالله بریم سراغ مصابی و بعد دیگه جمع بندی کن من دولت آقای احمدی نجاد از اول مخالف بودم در طول رفتارهاش مخالف بودم دور اولش هم مخالف بودم دور دومش هم مخالف بودم دلیل من این بود که اصلا ایشان شعن ملت ایران نبود دیگه حالا به حال 20 میلیون رای داشته دیگه خب خیلی... دیگه خیلی... قابل بحث دادیه باش خیلی ممنونم متشکرم جان موسی ما هستم خدمت شما ببینید من یه تقریبا 10 12 دقیقه صحبت بکنید بعد دیگه یه جنبندی 2 دقیقه خدمت هر دو عزیز باشید ضمن احترام به آقای بزرگ بزرگوار واقعش اینه که اون انتقاد اصلی که متوجه جریان اصلاحات میدونم ولو اینکه حالا آقای تا... ابتعی میفرمایند که مردم عبور کردند و مردم دیگه کاری ندارند و اینا ولی بازخانی تاریخ همیشه خوبه بله من میگم نگاه تاریخی کرد و بالاخره ما باید تجربه و عبرت بگیریم از مسائل خوبه من انتقادی که دارم همین جمله آخر آقای افتحیه ایشون میگه که آقای احمدی نژاد در شعن ملت ایران نبود همین واژه هست و همین به کار بردن این تعابیره و این نوع فکره که به نظر من موجب بسیاری از مسائل و مشکلات توی کشور ما میشه ما اگر اعتقاد به مردم سالاری داریم باید بپذیریم ببینید من همه جا نکته هست حالا ارزم ببینید شما خودتون اشاره کردید که حاکمیت موافق نبود آقای خاتمی رئیس شما بشه شد ولی هیچ کس در این ور واقعا من به یاد ندارم ممکن از رفتار آقای خاتمی کسی انتقاد کرده باشه ولی اینکه به این سراحت بگیم آقای خاتمی در شعن مردم ایران نبود این بالاخره مردم قبول کردن مردم آقای خاتمی رو با شعاراش پذیرفتند رأی دادن مسئولیت قانونی داره یکی از دلایلی که اتفاقا مردم به آقای احمدی نژاد رأی دادن شما میفرمایید که خب ما آرایش سیاسی اینجوری بود چرا آقای احمدی نژاد اومد تو دور دوم از آقای هاشمی رفسنجانی که بیشتر شناخته شده بود این سابقه تاریخی رو داشت اون شکست سنگین رو آقای هاشمی خورد و آقای احمدی نژاد شاید نزدیک 7 میلیون بیشتر از آقای هاشمی رأی آوردند همین نوع نگاه بود که به نظرم یکی از اطرافیان آقای هاشمی شاید آقای مرعشی نمیدونم حالا چون دارم اسم میبرم اگر بعدا چیز شد به گمانم ایشو یا یک کس دیگری حالا اصلا آقای مرعشی رو بذارید یکی از اینا همین جمله رو گفت به کار برد که آقای احمدی نژاد در شعن ملت ایران نیست ببینید توی جمهوریتی که ازش یاد میکنیم از مردم سالاری از توسعه سیاسی که میگید محصول آقای یا شعار آقای خاتمی بوده شما باید من ببخشید بسید آقای ابتایی که من مردم من از این تعبیری که انتخاب کردم اصخایی میخوام بکنم یعنی تعبیرم رو من با دقت نگفتم خوب. در شعن مردم ایران نبود حرفتون قبول دارم بله. ولی معتقدم که ای کاش ایشان انتخاب نمیشد بله. و مردم در یک شرایط می... بهتری قرار ببینید آقای من داری. گفتم بگم اینو می کنم. این حرف شما من ممنونم از این که شما من الان منتقد آقای احمدی نژاد هستم ولی ولی وفاداری و... کنید باشید, باشید نه نه وفاداری فرق میکنه با من اون عنوان آقای هاشمی رفسنجانی هم که گفتم ببینید شما می توانید آقای ابتهی در ادوار مختلف نسبت به یک سیاست نسبت به یک شخص منتقد باشید با او رقابت بکنید اما تحقیر اون آدم ها با ادبیات تحقیرآمیز خوب نیست ببین بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی رو بنده خیلی بهش انتقاد داشتم در ادوار مختلف هم سال هم تو دهه هفتاد من در دوران دانشجوی منتقد آقای هاشمی رفسنجانی بودم هم به تعبیر شما در دهه آخر عمرش ولی هیچ وقت واژه عالی جناب سرخپوش رو به کار نمیبرم برای یا اون تبا... ت... تعابیر تندی که بالاخره این خوب نیست ما هم بدن من... اصلاحات نبردیم که اه... حالا رادیکال هایی که بالاخره هم. توی بدن اصلاحات بودند اونا شما آقای اکبر گنجی اه... به تعبیر آقای هجاریان ازش به عنوان پهلوان اکبر اصلاحات یاد میکرد خب یعنی شما نمیتونید تفکیک کنید بله ایشون بعدا جدا شد مانیفست جمهوریت رو نوشت مسیر خودش رو از مشروط خواهی آقای اجاریان جدا کرد من هر اینه که این نوع این نگاه قبطرش خیلی به پایگاه فکری شما نزدیکتر بوده اکبر گنجی هیچ وقت به ما نه دهه شست هم به نه به دیگه... چپ بوده نه نه دهه شست آقای اکبر گنجی چپ حالا اسم افراد خیلی حالا بالاخره بودن اینجا. بله. و تو رسانه های اصلاح طلب دیگه آقای حجاریان همون مقطع به عنوان تئوریسین اصلاح طلب ها مطرح بود یعنی چیزی شوش. نبود که بخوایم جدا کنیم همه سرنوشت چی ها. حالا به هر حال همون رادیکالیسم بالاخره این اینورم بود دیگه بله بود دیگه بله. من که انکار نمی کنم جام، جام من من یه بحثی رو مطرح می‌کنم چون فرصت داره تموم میشه بله بحث آقای احمدی نژاد رو چون داشتید مطرح می‌کردید بالاخره آقای احمد نژاد چه بخوایم چه نخوایم نزدیکترین دولت به نظر میرسه دولت اولشترین بله، دولت به رهبری بود نه ببین برح... ببین به رهبری من متصدم رهبری رو قاطی بحث رهبری رو نه رهبری همونطوری که ایشون گفتن من عرض کردم رهبری زمانی که آقای خاتمی اومد گفت که <applause> سجده شک به تعبیرشون سجده شک شک به جا آورد جامعه جامعه مدنی رو گفت گفت ما حمایت میکنیم بسیاری از مواقعی که حالا ابتعی بهتر خاطرشون هست مقام اعظم رهبری برای بحثای اقتصادی حکم حکومتی صادر میکرد برای دولت های خاتمی و البته دولت های دیگه زمان آقای حاشمی رفسنجانیش هم همینطور بود یعنی رهبری معمولا از دولت دولت مستقر تا حد امکان حمایت نه آخه ابتدای سوال گفتم فرض دو تفسیر رهبری خیلی مهم قبول دارید که بله. دارید. بله، جد به تفسیر رهبری بله. خیلی بله، نزدیک بله. بله، از بود. نظر ما ممکن از نظر آقای بگه آقا دولت های خاتمی به تفسیر رهبری مثلا از آزادی و مردم سالاری دینی نزدیک بود ولی مهندس موسوی به امام نزدیک‌تر از همه بود بله گفته خود دهه 60 بله من برای همین دارم عرض می‌کنم که شما میگید مسئولیت آیت الله خامنه‌ای در اون مقطع عرض کردم که خب مسئولیت اجرایی با ایشون بود من ارزم اینه که این نوع نگاه بلاخره محصول یک نگاهه ما میتونیم اصلا شاکله بحث من اینجا این است که یک جریان سیاسی که در ادوار مختلف مسئولیت های اجرایی و تقنیمی و حاکمیتی بر عهده میگیرد این باید ضمن اینکه مطالبات مردم رو نمایندگی میکند زمانی که وکیل مردم در دولت یا در قوه مقننه یا هر جای دیگر حاکمیت این باید به اون چارچوب های حاکمیتی که بر اساس قواعد اون اومده پایبند باشه دفاع کنه از اون من خاطرم هست دوی توی, همون دهه هم اواخر مثلا هفتاد که دفتر تحکیم وحدت دوچار همین دگردیسی ها داشت می و بعدا به سمتی رفت که حتی از دولت از آقای خاتمی هم عبور کرد از گفتمان اصلاح طلبی هم عبور کرد و اصلا یک مسیر دیگری در پیش گرفت یه موقعی یا شورای مرکزی خودشون یا بخشیشون خدمت مقام از آن رهبری رسیده بودن و گفته بودن که خب شما اینها تره بس کردن آقا به ما میدن زد ولایت فقیه دی. ای خب ایشون گفته بودن خب شما چرا دفاع نمیگید ما طرفدار ولایت فقیهیم شما برید بگید ما طرفدار ولایت که به شما این موضوع رو نگن هر زمینی که شما چارچوب ها رو چارچوب های یعنی این،, ساختار حقوقی که درش بالا اومدی این رو باید بپذیری یکی از اون چارچوب ها دولت ها هستند انت اصل انتخابات خب اصل انتخابات رو اصل صندوق رأی رو ما باید بپذیریم خب ما از آقای احمدی خوشمون نمیاد میگیم آقا ایشون در شأن مل... یعنی بعضی از اصلاح طلبا میگن از اول معتقد بودن آقا ایشون در شأن ملت نیست حالا آقای ابتهی غیر از این عبارت عبارت دیگه ای رو به کار بردن که ایشون با اون هزینه ها اومد روی کار با کدوم هزینه ها آقای احمدی نژاد اویه یه بحث مختلفی حالا عرض می‌کنم خصوص دور دوم بله نه حالا من دور اولش رو عرض می‌کنم ایشون اومده اتهام منزهشون حوادث 88 حالا من عرض زمین 84 رو هم نپذیرفتند یعنی 84 ی که من دوباره تکرار می‌کنم برگزار کننده انتخاباتش دولت آقای خاتمیه. یعنی چی هم... عرض کردم شما بیانی های آقای معین مخالفت قربی... باش نه, نه مخالفت برده. برده. با آقای احمدی نژاد با زیر سوال بردن انتخابات فرق میکنه شما آقای هاشمی گفت من به خدا واگذار میکنم آقای معین که یک بیانیه تون بی داد آقای کروبی که همه رو متهم کرد به دخالتی میخوام میگم می که اصل انتخابات رو ما بپذیریم کسی که منتخبه بالاخره با احترام باش رفتار بکنیم منتخب مردم قبول کردن ضمن اینکه اون آرایش سیاسی هم که شما میگید من معتقدم که وجه یعنی در واقع اون جوهره توسعه سیاسی و جامعه مدنی و اون جریان در واقع پیشرو جریان اصلاح تو انتخابات سال 84 در قامت آقای معین ظهور و بروز پیدا کرد اون جریان پیشرو و آوانگارد اصلاحات اینا بودن آقای هاشمی رفسنجانی که کاندیدا اصلاح طلبان نبود بخشی از اصولگرایان هم از او حمایت کردند بخشی از اصولگرایان من گفتم آن... بدون آقای هاشمی هم باز رأی بیشتر بود. نه بدون آقای هاشمی رأی بیشتر نبود آقای هاشمی عب... دور دور دوم چقدر رأی آورد 11 میلیون خب شما در نظر آقای دور دوم چه دیگه نبود نه خب آقای هاشمی هم اون دوره نماینده کل سلطه همه هر کس با آقای هاشمی رقیب همه, 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 اصلاح طلبان اومدن پشت سر آقای هاشمی اعلام حمایت رسمی کردن من هر زمینه اینو باید پرزید سال 88ش هم اینطور بالاخره موقعی که اتفاقی میفته ما چارچوب قانونی داریم شما اشاره کردید که من میگم امام... که اگه میخوام واقعا بله. سال 80 اش وارد بشیم خب من ورود یه بحث بزاری جدی یه اه... یعنی من بحث 80 اش ورزم الان فرصت اصلا... بله کلا 88 رو من فتنه احمدی نژاد اه... من نه من فتنه در واقع شریان <تص> شما میدونم <تص> جسارتا چون احمدی نژاد کاندیدا بود رأی آورده بود او باید چیکار میکرد که فتنه نشه ما من بذاریم بحث احترام به رأیه احترام به آرای مردمه این در شرایط مختلفی بالاخره اتفاق افتاده دلست. من حیث المجموع معتقدم که به حال دولت آقای خاتمی اگه بخوایم جنبدی بکنیم یه جنبندگی، یه ثانیه‌ای دوباره امام فضل بفرمایید. خیلی ممنونم جافت. ما اصلا خدمت شو یه جنبندگی در حد 5 دقیقه اگر بفهمید که 5 دقیقه آقای مصطفی جنبندگی بفرمایید. اگر در مورد 88 هم بخواید بفرمایید. نه، در شدش من میگم یه وقتی که من مصابه مناظره می‌کنم باهاش. منم حاضر مناظره کردم. فقط 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 اینو حداقل بفرمایید که هنوز معتقدید که آرای آقای احمدی نژاد مشکل داشته. من فتنه 88 آقای احمد نژاد ولی یعنی یعنی رو قبول داری؟ میخوایم بحث کنیم. در حد پنج اگر در 5 دقیقه میشه خودمون بحث وقت پنج... من دیگه <متحن> مفصل باید بحث کنیم اگر اگر دو تا 5 دقیقه در مورد 5 دقیقه نمیشه. ببینید روز نوشتاتون رو دیگه؟ شما پخش مستقیم که مستقیم که نیست. چرا؟ فیلم مستقیم. چرا مستقیم؟ تلفن جواب نه مستقیم. رو نمی دیگه روز چی؟ اما تو روزا توی اینستاگرام می‌نویسه. آقا بگم دیگه نمی‌نویسید حالا گفتم. چرا؟ ببینید من در مجموع البته یک نکته بگم که آقای موسوی من فکر می‌کردم در دفاع اصلی بحث اصلیشون در دفاع از دولت آقای رئیسی بود که چی نفرمودن نرسیدیم اگه می‌رسیدیم دفاع می‌کردیم يعني... ما حرفی ندیم اگه می‌خواد ادامه نه. ما حرفی می‌خوام بگم که من در دفاع از آقای خاتمی حرف زدم فکر کردم ایشان بیشتر نمایندگی بکنه از دولت آقای رئیسی, من, دو نماینده دولت دولت... دولت های رئیسی من نماینده دولت آقای رئیسی نیستم ولی نمایندگی بکنه از محتواش نمی‌گم از شخص برد. نماینده به نماینده مجلس در حال ببینید من در مجلس می‌خوام جنبندی بکنم معتقدم یه سری امتیازات اصلی که دوران آقای خاتمی داشت یک این وصل بودنش به مردم بود یعنی در حقیقت مردم خودشون رو صاحب حق میدونستن در دوران آقای خاتمی تو حوزه فرهنگ مثلا من یادمه که ممیزی ها رو سپرده بودیم به خود اهالی فرهنگ بعد خود اهالی فرهنگ اینقدر, مش... اینقدر سخت گیریم میکردن که ما میرفتیم به و... دولت واسطه میشدیم که آقا یه کمی راحتتر بگیرید براشون بعد مردم حس میکردن که مال خودشونه این که حس میکردن مال خودشونه با رأی خود هرچی هم از این مخالفت ها بیشتر شد طبیعتا اینا مردم بیشتر به این حمایت نزدیک میشدن و این و این سرمایه بزرگی برای هر دولتی مسئله بعدی که مسئله مهمیه که اشاره هم نشد خیلی مسئله سیاست خارجیه ببینید ما وقتی دولت رو تحویل گرفتیم تمام سفرای کشورهای اروپایی از ایران رفته بودن به قهر و بعد از مدت کوتاهی همه اونا برگشتن بعد اجلاس بزرگ کنفرانس اسلامی با در موفق ترین وضعیتش توی تهران برگزار شد که همه رهبران کشور اسلامی آمدن و ارتباطات خوب دنیا بدون که دادن کوچکترین هزینه یا کوچکترین چیزی که نشانی از ذلت باشه من خودم به نمایندگی از آقای خاتمی رفتم خدمت حضرت آقای سید حسن نصرالله شورای مرکزی حزب بودن اوایل دوران آقای خاتمی و اونجا من صحبت کردم باشون و گفتم که بزرگواران ما آمدیم اینو سیاست های ماست ما میخوام با دنیا تنش صدایی کنیم اما به معنی این نیست که با هم پشت مقاومت رو خالی کنیم و بارها هم شنیدم که بهترین دورانی که میگفتش که از نظر مثلا همراهی با ما داشتیم بدونی که مسئله باشه با حتی حزب اللهش دولت آقای خاتمی داشت در این حال با همه روابطش با دنیا تونست حفظ بکنه و اونم به خاطر این بود که تنش زدایی ما سوارمون بود تنش زدایی یعنی اینکه ما میخوایم تنش نداشته باشیم البته ممکن شعار همه ای آقای احمدی جادم هم شعارش تنش زدایی بود اما طرف مقابل قبول نمی کرد تنش زدایی یک اتفاق دو طرف است طرف مقابل هم باید بپذیره که این تنش زدایی داره شکل میگیره تنش زدایی چه فایده داشت بس رفاه مردم بود در شرایطی که اه حتی عربستان سعودی پارو بود روی این که قیمت نفت از ده دلار بالاتر نره یه اقتصاد آرام یه دلار آرام بدون پرش و جهش توی ایران وجود داشت اقتصاد سرمایه گذاری اینا همه داشت شکل میگرفت به خاطر همون نکته اولیه که گفتم و نهایتا این که معتقدم که این هم از نکات مهم دوران آقای خاتمی بود که تنشی با رهبری کشور به صورت علنی ایجاد نکرد و خیلی دوست داشتن خیلی دوست داشتن از دو طرف که این تنش شکل بگیره و این تنه شکل پیدا نکرد الان هم همه الان معتقدم دو نفری که به هم دیگه از همه چیز نزدیک ترند مقام مازم رهبری آقای خاتمی به خاطر که با هم دیگه افق ذهنی بسیار نزدیکی دارن که اگر این دو تا سل... دیگه کنن بیاد ریاست جمهوری نه ریاست جمهوری خودشون دو نفر دارن اگر این دو نفر به هم برسن و به هم نزدیک بشن خیلی از ماها باید بریزیم سلام. یه سوالی بپرسم جمعه اون بحث تنش زدایی که فرمودید توی بحران هسته ای تونست مشکل رو حل بکنید اواخر دولت آقای خاتمی ببینید در دولت آقای خاتمی بحث بحران هسته ای که بحران خاصی اون موقع اتفاق نیفتاد پیمان سعدآباد؟ آره، پیمان بازم تو جزء تنسیز جزء سیستم باید. تنسیز البته اون نکته‌ای که ایشان فرمودن بشک آمد من این باور دارم حالا بذار بگم اینجا دیگه که غربیا به خصوص آمریکایی یا خیلی دوستان ها اینجا سرکار باشه. چون تا میاد که اتفاق دیگه بیفته تمام دنیا روابطشون با ما خوب بود تو این وسط بوش آمد ایران رو کرد محور شرارت در حالی که هیچ دلیلی بر محور شرارت بودنش نبود به خاطری که بتونه بزنه اصلاحات رو و بعد بگه حضرات بیاره خیلی ممنونم جناب دایی جناب موسی من یه تو بحث جمعی من اجازه بدید من یه, نقدی هم می‌خواستم آخه بعد بعد نقد من نقدتون رو بگید بعد من در پاسخ به صحبت آجه های ابتهی که میفرمایند که در واقع جریان آمریکایی ها دوست دارن اصول روی کار باشند اگر اصول در اینقدر قدرت داشته باشند که رئیس جمهور آمریکا رو تعیین بکنند که خب خیلی به نظر من نکته مثبتی یعنی ایشون برداشت من اینه که خب آقای خاتمی گفتگوهای تمدن ها رو مطرح کرده و بعد آقای بوش به خاطر اینکه اصولگرایان روی کار بیان اومده محور شرارت رو مطرح کرده در حالی که اصلاح طلبا می‌زنه. به لحاظ فاصله زمانی بعید میدونم خیلی مثلا آقای خاتمی تا بس گفتگوی تمدن ها رو اوایل دولتشون مطرح کردن بعد بوش با فاصله زمانی آقای خاتمی که تا سالها بعد بود بعید میدونم آقای بوش یا دیگران انقدر مثلا مسائل جهانی و سیاست خارجیشون رو بر اساس این تنظیم بکنن که حالا توی ایران مثلا اصلاح طلب باشه یا اصولگرا این, این ناشیات... جمله شو گفتم و نه سیاست خارجی نه جمله فرمایید که چون دوست دارن آره این جمله چیز رو این جمله ای اه... شرارت رو به این دلیل شاید گفت اگر باشن. این جوریه که خواهی ابتهی چه که موقعی که انتخابات میخواد برگزار بشه تمام رسانه های در واقع آمریکا و انگلیس و اینا همیان از لیست شما حمایت میکنن <applause> پس معلومه دوست دارن شما روی کار باشید نه اینکه اصولگرا روی کار باشن اون محور شرارت هم من عرض کردم اصل نیتخانی نمیخوام بکنم حتما آقای خاتمی با توجه به اون شخصیتی که شما میفرمایید گفتگوی تمدن ها رو با یک نگاه خوشبینانه ای و برای تنشزدایی مطرح کرده اما به نظر من بخشش ناشی از اینه که دوستان اصلاح طلب تصویر دقیق و درستی از آمریکا و سیاست خارجیش ندارن یعنی همین جوری تحلیل که آقا اونا دوست دارن اصولگرا بیان تحلیل مثل شاهه که مثلا همش فکر میکرد که آمریکا آمریکایی ها هزار مستشار نظامی برای دفاع از این داشتن تا روز 21 بهمن دنبال این بودن کودتا کنن شاه فکر میکرد که آمریکا و انگلیس دنبال اینن که اینجا آقای یه میور شرارت دوستان شما گفتن که این به خاطر اینه اصلا که اصلا میور شرارت بوش گفت میده گفتن که بوش گفت این به خاطر اینکه نه. از تا الان دارن ما رو میگه میگه شما نه. با اینکه کوتاه اومدین بازم بهتون مانمی... میوه اونا گفتن ببین آقای ما میگن هم همونا گفتن نه شما... شما میگن که شما شما فرماش کردین شما فرماش کردین نه شما فرماش, شما نه. شما فرماش شما. کردید که اونا دوست دارن به این دلیل اومدن جواب اون دوستان دوستان شما بود که نه حالا دوستان ما من نمیدونم کدوم دوست من حرف زده دوست زیاد دارین شما الحمدلله دوست زیاد نسبت به آمریکا با خوشبینی موقعی ورود پیدا می‌کنی و فکر می‌کنی اگر گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کنی مثلا آمریکایی تو سیاست ها تغییر میدن نه او بلا, 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 فاصله اومد و در واقع در ج... شما رو قرار داد در محور شرارت یعنی آمریکا سیاست خارجیش رو بر اساس خاص ما که تعیین نمیکنه بر اساس شعارهای ما او بر اساس میزان قدرت ما و بر اساس در واقع نوه مواجه ما در واقع مشخص میکنه من از این مسئله عبور بکنم معتقدم که بالاخره از از آمریکا دفاع کردید نه نه از آمریکا دفاع نمی میگم که او سیاست رو بر اساس شعار ما تنظیم نمیکنه او آمریکایی ها یه شعار دارن میگن که ستاره منافع ملی ما در واقع ستاره راهنمای ماست میگن اینجوری کاش می هممون هم کاش میگفت ما برای ما هم باید باید. باید. همین طور باید باشه منتها با تفسیر درست اما حرفی به شما نمیزنه نگو دیگه منتها که میگی خراب میشه نه خب با... آخه شما تفسیر به بحث میکنید ولی منافع هر کشوری باید اولویت بله بله بله. من... ب... این باور دارم ب... اساس... بدون منتها بدون منتها نه منتها بدون نکته با تفسیر درست آخه بعضیا میگن منافع ملی تا منافع ملی شعار نشر نغز نه لبنان از سر میارن نه نغز نه لبنان در حالی که من معتقدم که خب نه این نیست راجب دولت آقای خاتمی هم من معتقدم که خب دولت خاتم... بله اگه برسیم میرسم به آقای دولت حالا آقای برسن... خاتمی من گفتم یه بله چون آقای رئیسی بله، من حالا اینو عرض بکنم دولت همونطوری که بعد یه جمعه, دولت جمعه دولت که میشه دفاع کرده دولت آقای احمدی نجات محصول در واقع به بنبست رسیدن شعارهای دولت اصلاحات بود و کوتاهی هایی که مخصوصا در حوزه عدالت اجتماعی رخ دولت آقای رئیسی هم روی کار اومدنش بخشش ناشی از همین در واقع بومبست هایی بود که در ایده مرکزی دولت آقای روحانی شکل گرفت آقای دولت آقای روحانی با برغم این که اون اوایل مثل سایر انتخابات سایر انتخابات ریاست جمهوری که برگزار میشه و معمولا مردم با یک اقبالی به دولت ها روی میارن یک ایده مرکزی داشت اون ایده مرکزیش به جای اینکه تأمین مطالبات مردم باشه حرکت جدی به پشوانه همون رأی مردم باشه برای کار کردن همه تخم رو آورد گذاشت در سبد سیاست خارجی و برجام و دقیقا آقای ابتعی مثل گفتگوهای تمدنی من اتفاق برجام. افتاد همه منتظر بودن که این برجام سرمایه گذاری بیاد آمریکا همه مسائلش رو حل بکنه بیاد و ما رشد بکنیم خب بله توی آمریکا یه یک دیوانه ای به تعبیر آقای خدای روحانی به اسم ترامپ پیدا میشه میاد برجام رو پاره میکنه میذاره کنار و شما همه تخم مرغ توی اون سبد خب معلومه دو چرا مشکل میشی تو نمیتونی منتظر باشی سیاست خارجی و داخلی رو تنظیم بکنی بر اساس حالا الان سه سال از اول حالا عرض میکنم عرض می کنم. بله سه سال گذشته یک کمی از من... آقای بله. رئیسی دفاع عرض عرض کردم خودم روی, کار... روی کار روی آمدن دولت آقای رئیسی <تصفح> روی کار آمدن دولت آقای رئیسی محصول <تصفح> محصول اون. آمدی اون بود خب آقای رئیسی که ببین آقای رئیسی دو تا مشکل داره دولتش اولا من معتقدم به لحاظ موفق بوده یا نبوده عرض میکنم به لحاظ تحرک قطعا آقای دولت آقای رئیسی قابل قیاس با دولت آقای روحانی نیست به لحاظ تحرکی که داره در حوزه مسائل اقتصادی در حوزه مسائل اجتماعی ارتباط گیری با مردم فیزیکی نه 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 عرض کردم تحرک شما همین سفرهای استانی رو ببینید چقدر ایشون میرن بسیاری از طرحهای نیمکاری که خب دوستان هر تحریک مطرح میشه میگن که خب این مال دوره آقای روحانی بوده بله مال آر دوره روحانی بوده منتها نیمه تمام مونده آقای رئیسی اومده داره تمام میکنه سال بعد از سال میکنم بعد از سه سال هم من معتقدم خوبه موفق بله, بله، نبوده. به نظر من توفیقاتی توی زمینه داشته ببین آقای دولت آقای رئیسی من چون نمیدونم دارم, میپوسیم. هم هم در واقع تحریم های ظالمانه ای که در زمان دولت آقای روحانی هم بود در دولت آقای رئیسی هم تداوم پیدا کرده هم در واقع نا... ناکارآمدی هایی که در دولت آقای روحانی بوده ما ی... یک دهه رشد اقتصادی و نزدیک به صفر بوده های ابتایی جناب علی دولت مرد بودی میدونی یه دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر یعنی چی چه مشکلات تو اقتصادی, خب اقتصادی, اقتصادی داریم؟ سال رشد اقتصادی داریم شما به رشد اقتصادی کشور رو در بخش های خوبه؟ نه خوب نیست ببین شما یه موقع میگی در قیاس با گذشته وضعت خوب شده من میگم در حوزه رشد اقتصادی قطعا نسبت به دولت های روحانی رشد پیدا کردیم در حوزه تحرک و به پایان رساندن پروژه های نیمه تمام رشد پیدا کردیم در حوزه فروش نفت آقای ابتعی عزیز من سال اولی که رفتیم مجلس شورای اسلامی یکی از آقاین وزرا سال اولی که بودجه رو چون مطابق بود با سال آخر دولت آقای روحانی بودجه رو که آوردن فروش نفر رو گذاشته بودند دو میلیون و پونصد هزار بشکه در روز ما تو مجلس گفتیم آقا این غیر واقعیه شما دارید بودجه رو غیرواقعی میبندید گفتن نه ما انجام میدیم گفتیم خود چجوری ارز عرض میکنم عرض می کنم. <تصفح> اومدن گفتن که ما بله اگر اجازه مذاکره سیاسی به ما داده بشه ما تو حوزه سیاسی مسائل رو حل کنیم اینقدر میفروشیم گفتیم که خب اونو که شما به جای وزیر مثلا چه میدونم این مسئول دفتر منم باشه احتمالا میتونه این مقدار رو بفروشه مسئله اینه که شما در شرایط تغییر مسئول دفتر شما بله. کم از وزاره نیست بله هر <تصفح> <تصفح> زمینه که آقای ابتعی ما در اون مقطع خود مسئولین دولت آقای روحانی میگفتن آقا ما فروش نفتمون در شرایط تحریم داره میرسه به صفر یا میل به صفر رسیده بود به 500 هزار بشکه در روز ما الان یک میلیون 500 هزار بشکه در روز داریم میفروشیم خب این بالاخره مسئله است اما اینکه ما آیا به نقطه مطلوب رسیدیم توی این سه سال وضع مردم خیلی خوب شده نه منم منتقدم جای کار زیاد داریم به نظر من تو مخصوصا تو حوزه اقتصادی و معیشتی تا رسیدن به نقطه مطلوب جای کار زیاد داره و من فکر میکنم که انشالله در آینده اگر آقای رئیسی و دولتش با این مدل و اصلاح برخی از ساختارهای اقتصادی مخصوصا در حوزه بحث ارز و نظام ارزی اگر بتونن در واقع طراحی داشته باشن حتما نسبت به گذشته بیترخم. ما مارزی توفیق داریم برای خیلی ممنونم متشکرم این نقدی هم داشت نغت دیگه نغت هم فرصت نقدی که وجود داره اینه که به نظر میاد نظام بعد از سال حوادث دولت اصلاحات و اینها احساس می حالا نقدیه یه سری از کارشناسا میگن که آقا اینا اومدن کلا اصلاح طلبارو کلا حذف کردن خب و الان ما با یک دولت یک دست یک مجلس یک دست طرف هستیم و به نظر میرسه این داره به صحنه سیاسی کشور هم آسیب میزنه شما مثلا فرض بگیرید مثلا همین داستان پسر آقای قالیباف که در ما شاید اگر یک اقلیت قوی تو مجلس بود یا تو در واقع یعنی اون یک دستی به تمام کامل اتفاق نیفتاده بود تو قوای مختلف یعنی یه اتفاق خیلی در واقع محکمتری در سطح سیاسی کشور اتفاق میفته حالا این یه نمونه نازلش هست من میگم از... یعنی در واقع قبول دارید که من درخواست میکنم اسم آقای قالی اینا رو حذف کنید چون واقعا نیست از خودش دفاع <تصفح> <تصفح> کنه نه من پسرش گفتم میگم پسرش یا خودش نه میگم یعنی من اصلا راجع به این موضوع نمیخوام آره یعنی حذف یه مقدار باعث نمیشه که یه مقدار در واقع لاپوشانی بشه مشکلات ببینید آقای فرامرزی عزیز مقام معظم رهبری یه موقعی شاید به نظرم فرمایش علنی بود حتی آقای ابتهی اگر این رو شنیدن و علنی بوده بفرمان ایشون فرمودن من حتی اگر جریان چپی وجود نداشت جریان چپی ایجاد می کردم خودم دلست. گفتن بلد. معروفه بلد. بلد. معنا و مفهوم این جمله مقام معظم رهبری اینه که تکسر تو این کشور لازم و ضروریه شما نمیتونی با یه تفکر فقط کشور رو اداره بکنی من خودم واقعا اعتقاد دارم توی این مجلس ما باید باحت... توی مجلسی که ما هستیم باید یک اقلیت قوی وجود داشته ولی آقای مصوی واقعا اینا رو رهبری میفرما ولی اگر... بدنه شورای نگهبان عبتقی... که میاد دقیقا من... میزنه نابودش میکنه اگه اجازه بدید بفهمید صحبتمو تمام بکنم چون, چون خارج وقت میگم من ارزمینه که من ارزمینه که آقای عبدعلی عزیز اتفاقا این مواردی که عرض کردم جوهره بحث من اینه که اصلاح طلبان نه همشونا ما آدم عاقل فهیم آدم های واقعا متعهد به نظام و انقلاب توی جریان اصلاحات کم نداریم داریم آش میکنم آره <تصفح> مثل جریان اصلاحات اون کلیتش خودش خودش رو حذف کرد از حاکمیت آقا من یه مثال میزنم نمیخو... نمیخوام نمیخوام بس, بس میاره به خدا 80 من میخوام بگم که ببینید شما موقعی اگه... یعنی در واقع ما کت اوپوز... <تصفح> شلوار اپوزیسیونی کت اپوزیسیونی نتیجهش میشه شما اون وابستگی ها و همبستگی ها با چارچوبه حاکمیت رو حفظ نکنی ای شروع بکنی بگی من میخوام از حاکمیت بتراشم من اومدم که مثلا ولایت فقیر رو مشروط کنم من اومدم که فلان اختیار رو از کجا بگیرم هی چنگ بندازم به کجا خب ببینید این یک نوع بیاعتمادی توی حاکمیت ایجاد میکنه نسبت به جریان مت... اگر جریان اصولگرا هم همین کار رو میکرد احتمالا با او هم یعنی توی فضای عمومی نمیتونست حضور داشته باشه یک جو بیاعتمادی به حاکمیت در واقع وگرنه به نظر من حتما وجود یک جریان در واقع رقیب که بالاخره یک معنایی پیدا بکنه حتما لازمه چه تو لازم سخن. که لاریجانی قبول نمیکنن نه بعد وقت میگه شما جریان رقیب من شورای نگهبان ببین شورای نگهبان مدخل ورود به من الان نمیخوام ورود پیدا کنم شورای مدخل ورود به سیستم حاکمیت اینجاست بر نگه... نگه... اجازه بدید شورای نگهبان اون چیزی که من سخنگوی شورای نگهبان نیستم ممکنه من هم از شما انتقادات یه جایی داشته باشم شورای نگهبان میگه که نه من مشکل این رایی دم همین رو میگفتم اون یاد اشخاص رو بررسی میکنه اتفاقا راجع به خیلی از نمایندگان موجود که جریان اصولگران بودن شورای نگهبان خواستن گفتن آقا این موضوع این موضوع توضیح گرفتن من نمیخوام به قول شما چون بس میارم ارزم اینه که بالاخره شما اگر بتوانی در خودت رو نسبت به اون منافع ملی منافع ملی منتها منافع ملی, ملی که معلوم باشه تو این چارچوب سیاست های کلی کجا داره میره اگه به اینا متحد باشی من فکر می کنم اتفاقا جریان اصلاحات باید بره به سمت اعتماد ایجاد اعتماد, اعتماد بین خودش و حاکمیت مثلا اقدامات من واقعا مردم هم وسط تراوش نکنید نکنی. شما آقای بزرگ آقای عبدایی آقای ملی رضایت مردمه قطعا همینه بزرگ نه این که ما بریم با حاکمیت جور بشیم نه 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 رضایت مردم رو اصل قرار بدیم جور بشید با حاکمیت برای اینکه مطالبات مردم رو منتقل بکنید من معتقدم که ما اگر یک جریانی بتو ببین بالاخره جریان ها و احزاب یکی از یکی از ویژگی های کار ویژه های احزاب میگن آقا این احزاب حالا غربی ها میگن که چرخ دنده دموکراسی یکی این که میگن اینا در واقع کارویرهشان تعلیف و تصریح منافع مردمه با حاکمیت شما حاکمیتم برخواسته از مردم اما این احزاب مدام در نمیتونی بله شما یه موقعی که به قول معروف دیگه فضا جوری شده که کلا هیچ کار اما شما موقعی خودت در درون حاکمیتی دولت دسته یا مجلس دسته شما باید توانایی این تعامل رو با حاکمیت داشته باشی که بتونی همون مطالبات رو یه جایی اصلا نیاز به تنازله مم. یه جایی شما ممکنه کوتاه بیای مذاکره است تعامل سیاست یعنی همین عرصه من, من به زمین جریان اصلاحات اگه بتونه مم. توی این وادی ورود پیدا بکنه حتما قادر به بازسازی خودش هست خیلی ممنونم متشکرم جان موسوی من آقا معمولا بعد از جمع بعد یه سوال چالشی میپرسم جان باز دوباره یه نه یه سوال آخر داشتم یه سوال جمعی داشتم سوال آخر آخر ما یه سوال یک کلمه ای معمولا میپرسیم بزرگترین اشتباه آقای خاتمی رو چی میدونید در زمان دولتش همین جمع نکردن کاندیداها در سال 84 یه سوال از شما پرسم بزر... حالا یا میتونید در مورد آقای احمدی نژاد این رو بگیری یا در مورد آقای رئیسی بزرگترین اشتباهشون رو در مورد آقای احمدی نژاد به نظرم استفاده نکردن درست از ظرفیت رأی مردمی و اعتباری که تو دولت اول د... اولش داشت توی دولت دوم یعنی ایشون در دولت دوم بیشتر از اینکه اون روند دولت اول رو که مبتنی بر تأمین مطالبات مردم و مسائل معیشتیشون بود گرایش پیدا کرد به سیاسی خیلی ممنونم متشکرم نزدیک 5 دقیقه آقای بیشتر صحبت کردن اگر من دیگه 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 ببخشید شما بزرگی خودتون ببخشید ولی استفاده کردم ببخشید ما اگر در طول صحبت خلاصه بی ادبی شما بزرگی <تصفح> خودتون خودتو ببخشید من یه خداویسی بکنم بعد دیگه از شما بیننده اولا از هر دو کارشناس محترم که زحمت کشیدن تشکر کمال تشکر رو دارم ما انشاءالله سعی میکنیم با برگزاری گفتگوهای جذاب و البته چالشی به بست گفتگو در کشور کمک بکنیم امیدواریم که یک اجماع نخبگانی در حوزه مسائل کشور ایجاد بشه شما رو تا گفتگوی دیگه به خدای بزرگ و عادل می سپرن. خدا ما یار و ما, ممنونیم از حوصله مردم عزیز و مخاطبان خوب شما و تشکر سلامت کنیم از خیلی زحمت کشی جناب خدا نگهدار